عرض درود و احترام دارم خدمت تمامی حضار گرامی، همکاران محترم و فعالین حقوق بشر و تمام عزیزانی که ما را از طریق لایو یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده می‌کنند. با یکی دیگه از جلسات ویژه هماندیشی کمیته پژوهش در خدمت شما هستیم در تاریخ 8 فوریه 2023 برابر با 19 بهمن 1401. همطور که میدونید ما سری برنامه هایی رو داشتیم به نام جلسات اعتراضی که این جلسه هم در ادامه همون جلسات با موضوع قدرت و آزادی برگزار میشه و در خدمت مهمان عزیز و گرانقدرمون جناب آقای رایی هستیم که همیشه همراه ما در تمامی جلسات بودن و از نظرات عالی ایشون بسیار بهره بردیم و آموختیم. من بدون فوت وقت مایک رو در اختیار جناب آقای رایی قرار میدم و خواهش میکنم از ایشون که صحبتاشون رو آغاز کنن. جناب رایی درود بر شما، خوش آمدید مجددن و مایک در اختیارتون بفرمایید. سلام، با درود به شما خانم بیژندی گرامی و دوستان گرامی که تشریف دارید. خوشحالم که با شما هستم. بحث امروز ما در مورد آزادی قدرت هست. تا یه سری مفاهیمی که به صورت کلی تو ذهن همه ما هست، اونها رو تو گفتگو با همدیگه یک مقدار مشخص‌تر و واضح‌تر و شفاف‌ترش کنیم. اول از خود انسان شروع می کنم که انسان موجودی هستش که در طبیعت هست و حالت ارتباطی داره با طبیعت، یعنی هم می تونه با خودش ارتباط برقرار کنه، هم می تونه با انسانهای دیگه ارتباط برقرار کنه، هم می تونه با پدیده های طبیعت ارتباط برقرار کنه و بنابراین و هم میتونه و اونایی که به خدا اعتقاد دارن میتونن با خدا میتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی انسان موجودی ارتباط گیره که اثر میگیره و اثر میگذاره و میتوانه اطلاعات رو مثل یک دستگاه در واقع جذب خبر جذب کنه، اونها رو تجزیه تحلیل کنه، جای مناسبشون رو پیدا کنه، همکاری کنه یا نکنه. پدیده ها در طبیعت هم همه همین گونه هستن. به عنوان مثال دانه‌ای که در خاک کاشته میشه با خاک، با هوا، با آب رابطه برقرار میکنه. اگر این رابطه با همدیگر رو تایید کنن، دانه رشد میکنه و گیاه میشه. هر کدوم از این عوامل نامساعد باشن، اون دانه رشد نمی کنه. پس داریم از دنیایی صحبت می کنیم که دنیای مجموعه هاست و دنیای مجموعه های هوشیاره. یعنی می توانه ارتباط بگیره، می تونه تجزیه تحلیل کنه، می توانه جای مناسبشون رو پیدا کنه و می تونه ارتباط برقرار کنه یا از کنارشون رد بشه. پس در جهان طبیعی رابطه منفعل با فعال وجود نداره، رابطه فعال ها با همدیگه هستش. در این رابطه انسان میتوانه مسائل خود رو حل بکنه، عقلی پیدا کرده. به سرعت رد شدم، پدیده ها گفتیم همه هوشیارن. در پدیده های بسیار پیشرفته مثل انسان، این هوشیاری تبدیل به عقل شده. این عقل، این فرایند تجزیه تحلیل کننده، این اسم معنی عقل در واقع حالت پیشرفته همون هوشیاری است. با این عقل خودش انسان توانسته به مرحله از پیشرفت برسه یا به مرحله از پیشرفت رسیده در طول این سیرورت تاریخی پدیده ها و موجودات که میتوانه مسائل خود رو حل کنه، میتوانه تشخیص بده و بنابراین موجودی راحل یابه. موجودی است که اگر شکستی پیش بیاد میتونه تجزیه تحلیل کنه تا راحل ها رو پیدا کنه، میتوانه مسافرت فکری کنه،
بره تجربیات دیگرها رو ببینه و از روی اونها درس بگیره. میتوانه در راهی که میره مرتب به عقب برگرده و بررسی کنه، ایرادهای خودش رو پیدا کنه، سره رو از ناسره تشخیص بده. پس انسان موجودی است توانا و در این توانایی میتوانه همواره راه حل‌هایی رو که میتوانه او رو در رشد قرار بده پیدا کنه و تشخیص بده کدوم راه حل‌ها او رو در دینامیک تخریب میگذاره. پس داریم از دو تا دینامیک صحبت میکنیم، یکی دینامیک رشد و یکی دینامیک تخریب. انسان متوجه میشه که اگر در دینامیک رشد نباشه، در دینامیک تخریبه و بین این دوتا هم راه حلی نیست. در اینجا یک نکته دیگر رو هم دارم مطرح میکنم و اون این استش که انسان همواره، اعمال انسان، افکار انسان، اعمال انسان همواره دینامیکی هستن، بریده نیستن. پس انسان عملی نداره که اون عملش مجزا باشه از مجموعه اعمال خودش و همینطور از مجموعه روابطی که با بیرون خودش برقرار میکنه. پس همواره عمل در دینامیک بررسی میشه. حالا تا وقتی انسان نخواد هیچ رابطه قدرتی به او تحمیل نمیتونه بشه. منظور ما از قدرت اینجا چیست؟ رابطه های تقابلی است. منظور ما از اون رابطه های طبیعی چیست؟ رابطه های درهمی است. پس انسان به صورت طبیعی در رابطه های درهمی هست، در رابطه های آمپاتیک هست، در رابطه های که بر میزان احسان و تواضع هست قرار داره و میتونه به اراده خود از این رابطه بیرون بیاد و در رابطه های تقابلی بیفته. رابطه هایی که در اون انسان خود اراده میکنه که رابطه تقابلی بین یک محور با یک محور دیگر، یک شخص با یک شخص، یک شخص با یک مرجع نهاد برقرار کنه و حتما دو طرف داره، یکیش مسلطه و یکیش زیر سلطه. این دو طرف، حالا مسلطه تسلط فکری داره، تسلط سیاسی داره، تسلط اجتماعی داره یا تسلط اقتصادی، طرف مقابلش هم کارپذیر این چهار تسلط میشه و بنابراین قدرت در رابطه شکل میگیره و دنیای سوای خودش رو درست میکنه. دنیای طبیعی انسان دنیای آزادی هست، یعنی دنیایی هست بر اساس قاعده هایی که اون قاعده ها هم دیگر رو تایید میکنن که این قاعده ها با هم یک سیستم کامل غیر قابل انشقاقی رو تشکیل میدن که بهش آزادی میگوییم. پس انسان میتوانه در فضای آزادی باقی بمانه یا به اراده خودش بره در فضای قدرت. به معنی که در فضای قدرت رفت، ترکیبی از آزادی و قدرت رو درست میکنه، ولی در فضای آزادی باقی میمونه، در فضای همدلی باقی میمونه. در فضای قدرت توجیه لازم داره، سرهمبندی کردنها رو لازم داره و سعی میکنه یه ترکیباتی از آنچه که ما در زندگی باور داریم اونها رو پیدا بکنه تا بتونه خودش رو توجیه کنه. حالا من قدرت رو اینجا یک مقدار سعی میکنم با دقت بیشتری شرح بدم، یک مقدار فلسفی میشه و ممکنه خسته کننده بشه و به خاطر همین خیلی خلاصه این کار میکنم. این تعریف از قدرت رو هم از میشل فوکو که یک قدرت شناس بود میارم در کتاب تاریخ سکسوالیته. میشل فوکو میگه قدرت بیش از هر چیزی، دوستان هر جا که توی صحبت من دوست دارن نظر بدن یا میخوان سوالی مطرح کنن یا میخوان نقدی کنن، دستشون رو بیارن بالا تا صحبت ها یک طرفه نشه، به الا من همینطور ادامه میدم. بنابراین قدرت میگه بیش از هر چیز روابط گوناگون زور هستند. حالا زور چیه؟ زور نیروی هست که از طبیعت خودش خارج شده، انرژی هایی هست که از طبیعت خود خارج شده
و در حالت تقابلی قرار گرفته، در حالت اتصالی قرار گرفته. زور شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه. دروغ مثلا یکی از اشکالشه، ارعاب شکل دومشه، درگیری فیزیکی نوع سومشه، ترساندن دیگران همون ارعاب و خجلت زدن دیگران یک نوع دیگرشه، متلک گفتن نوع دیگرشه، تحقیر کردن نوع دیگرشه و انواع اقسام شکل‌هایی که در آن یکی خود رو در مرجع خوب و دیگری رو در مرجع بد قرار میده. پس بنابراین روابط قدرت روابط گوناگون زورن، روابطی که در هر جا برقرار میشن تشکیل دهنده یک مجموعه، یک سازمان زور میشن. قدرت اون نقش رو داره که از راه مبارزه ها و برخورد های دائمی روابط رو تغییر، تقویت یا واژگون کنه. اگر همسو بشه، متمرکز بشه، بزرگ بشه، تقویت میشه، میتونه تغییر بده، تخاصم ایجاد کنه، رابطه درگیری ها رو ایجاد کنه و میتونه اگر زورش به چربه حتی واژگون کنه. قدرت گاه اون تکیگاهی هست که روابط قدرت، روابط قوا در یکدیگر پیدا میکنن و به گونه‌ای زنجیر یا نظامی رو به وجود میارن و زمانی به عکس اون زنجیر و نظام رو میپاشونن. قدرت اون تضادهایی است که رابطه ها رو میتونه از بین ببره، رابطه های سالم رو، رابطه های انسانی رو اصلا ببره، بگسله. و بالاخره قدرت استراتژی است که در اونها روابط عینیت به دست میارن، عینیت مورد دلخواه قدرت رو به دست میارن. یعنی با فشار و زوری که باقی میاره میتوانه در واقع پذیرش رو برای کارپذیرها که یک اکثریتی میتونن بشن ایجاد بکنه، پذیرش رو در واقع تحمیل کنه. و در دستگاه‌های دولتی در تدوین قانون، در هژمونی و تفوق اجتماعی میتونه نمایان بشه. قدرت همه جا حاضره. این گونه نیست که ما فکر کنیم قدرت مثلا یک نیروی دولتی هست. قدرت تو خونه خانواده هم هست، در درون خود ما هم هست. هر وقت که عصبانی میشیم رابطه قوا با خودمون برقرار کردیم. چگونه رابطه قوایی؟ یک حکمی درست کردیم تو ذهن خودمون، اون حکم رو، اون نظری رو که فکر میکنیم دیگه قطعی است به خودمون تحمیل کردیم و بر اساس اون آمدیم مثلا عصبانی شدیم نسبت به یک موضوعی، یک شخصی که در بیرون است، یا نسبت به مثلا یکی از حتی اعمال خودمون. مثلا به عنوان مثال فکر کنیم میخوایم روی دکمه کیبورد رو بزنیم، هر دفعه دستمون میخوره رو پی، مثلا عصبانی میشیم. چرا که تو ذهن خودمون اینجوری فکر کنیم که من مثلا خب نمیفهمم، من نمیتوانم، من حافظم خرابه. این حکم ها موجب میشه که خودمون با خودمون رابطه قوا برقرار کنیم. قدرت حاصل زنجیره تحرک های روابط قوا هستش که در این حال به هر یک از این تحرک ها دوام و قوام میتونه بده، دوام و قوام کوتاه مدت، میان مدت میتونه بده و به نوبه خود هر یک از اونها رو میتونه تثبیت کنه. حالا با توجه به این تعریفی که خیلی خلاصه از میشل فوکو براتون گفتم، خواسته های قدرت رو هم خلاصه براتون میگم. قدرت چیزی نیست که به دست آید یا از دست دیگری ربوده شود یا تسهیم گردد. چیزی نیست که نگاهش بداری یا بگذاری که بگریزد. قدرت از نقاط بیشماری سرچشمه میگیرد و در بازی روابط نابرابر متحرک و متحول جریان میابد. یعنی در واقع این تصور که ما فکر کنیم حالا قدرت رو بر میداریم، اندازه انتخابش میکنیم، اندازه برش میداریم، دروغه. فکر غلطی، خودمون رو داریم گول میزنیم. قدرت دینامیک داره. اگر رفتیم رابطه قوا رو انتخاب کردیم، توی اون رابطه قوا کلاف سردرگمی پیش میاد، پیچیدگی هایی وجود داره که اونا گم میشیم. شما نگاه کنید این در این رژیم، این مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مرتب در حال تشخیص مصلحت و اندازه سنجی هاست، هرگز هم موفق نشده. یا رفسنجانی رو تو اونایی که میشناسن نگاه کنن، خواست به اندازه قدرت رو دست بگیره، قدرت ازش گذشت، خودش رو قربانی کرد. خواست پاسداران اطراف مجلس رو تبدیل کنه به یک نیرویی که با اون بتوانه بر رئیس جمهور اون موقع که خلیل خامنه‌ای بودم حاکم بشه. همون علی خامنه‌ای تکیه کرد بر نیروهای قوا، مافیاهای نظام مالی تشکیل شد و در این رابطه اندازه رو رفسنجانی نتونست درازه. مثالهای دیگه هم میشه پیدا کرد. این یک نمونه از اون مثالها هست که جنبه اجتماعی داره. در زمینه شخصی هم یه مثال بزنم، شاید دوست داشتی باشین، و اون این هستش که فکر کنیم حالا من مثلا میام و یه زوری رو توی خانواده میگم تا دیگران مطیع من بشن، اما شدنی نیست. به این علت که به محض اینکه اون زور برداشته بشه، اون اقتدار میتوانه تضعیف بشه. قاعده اقتدار این است که مرتب میل به ضعیف شدن داره، و بنابراین شما موقعی که میخواهید زور رو بگویید، اگر بخواید اقتدارتون تقویت کنید، مجبورید زور رو نگه دارید و مرتب این رو تقویت کنید. نه، نمیشه. بابایی که میخواد به دختر خودش زور بگه، به یه جایی میرسه دختر چرا میکنه، و بالاخره اقتدار بابا رو زیر علامت سوال میبره. و بنابراین بابایی یا مجبور زور بگه، نظر دختر اظهار نظر کنه جلوش، و یا اینکه و این زور رو اضافه کنه، و یا اینکه کوتاه بیاد. اگر عشق پدری به دختر زیاد بشه، کوتاه میشه، اون اقتدارش دیگه از بین میره. پس بنابراین قدرت احتیاج به ترکیب با احترام داره، و در این حال چون با این احترام یک خصیصه اخلاقی است میخواد ترکیب بشه، مجبوره اون اقتدار خودش رو هم بگذره در مواردی. اگه بخواد نگه داره، مجبور در دینامیک اضافه کنه. حالا اینا مثال هایی هستش که من به صورت خیلی گذرا از روش رد میشم. روابط قدرت نسبت به انواع دیگه روابط، مثلا روابط آشنایی ها و اینا، خارجی نیستن، بلکه درونی و بطنی روابط های انسانی هستن. روابط قدرت نتایج بلافاصله نابرابری ها و برهم خوردن تعادل هستند. حداقل بین تعادل‌های مختلف یک یا چند تعادل رو به هم می‌زنند. نابرابری‌ها ایجاد می‌کنند. قدرت تبعیض رو در درون خودش داره. نمیشه شما قدرت رو استفاده کنین تبعیض درش نباشه. به این علت که رابطه مسلط زیر سلطه است، یا رابطه بر مبنای ثنویت دو محوری است، رابطه تعویض مسلط زیر سلطه است. یک بار این مسلط میشه اون زیر سلطه است، یک بار اون مسلط میشه این زیر سلطه است. مثال بزنم تو خانواده، مثلا آقا میگه من پول در میارم، خانم من کار نمیکنه، من از نظر مالی مسلطم. خانم میگه توی تربیت بچه من مسلطم، یا توی رابطه جنسی من مسلطم، یا در بعضی از زمینه ها با هم مجبوریم یه جوری کنار بیم، از قدرت بریم بیرون. ببینیم از بنابراین قدرت نمیتوانه در این روابط قوایی یک طرفه که یکی مرتب خود رو فعال میدونه و یکی زور میگه، یا دو طرفه نباشه. و در این رابطه دو طرفه میتونن تعادل ضعف به وجود بیارن. تعادل ضعف هم میتوانه یک نوع اینرسی، سستی و عدم فعالیت ایجاد بکنه. قدرت از پایین میاد. یعنی چی از پایین میاد؟ یعنی که این سلطه‌گرها و زیر سلطه‌ها زوج زیربنایی ضدن رو تشکیل نمیدن، بلکه اینا میرن توی یک سیستم توی دینامیکی که این دوگانگی‌ها از بالا تا پایین این جامعه و اون روابط رو، از بسته ترین گروه ها تا ژرفاهای جامعه، همه جا وجود پیدا می کنند. پس قدرت کلاف سردرگم و تنیدگی ها، پیشیدگی ها و اختلاط ها به معنی ترکیب های سردرگم به وجود میاره. روابط چندگانه و بسیار گونه قوا که در دستگاه های تولید، در خانواده، در گروه های محدود، در بنیادها شکل می گیرن،
و نقش بازی میکنند، عامل تعیین کننده تمیز و تمایز و زیری و زبری و مادونی و مافونی میشن. سلطه های بزرگ نتایج مجموعی از برخوردها و ثمره مجموعی روابط قوا هستن که شکل آنها از ژرفا تا سیمای جامعه رو فرا میگیره. روابط قوا در این حال، خصیص دیگر قدرت رو دارم میگم، در این حال ارادی و غیر شخصی هستن. همونطور که گفتم نمیشه به اندازه انتخابش کرد. رفتیم توی روابط قوا، ارادی باقی میمانه اما غیر شخصی میشه، یعنی دیگه دست شخص شما باقی نمیمانه. توضیح این که قدرت به اجرا در میاد مگر اینکه مقاصد شخصی اجرای اون رو ایجاب کنه. بدین لحاظ ارادی هستش، یعنی منم که رفتم حالا منفعتی دارم، نمیدونم، یا یک جاه طلبی دارم، یا یک حسی دارم، حس عقده‌ای دارم، عقده خود بزرگ بینی یا خود کوچک بینی، میرم این رو انتخاب میکنم. اما یا ضعفی در خودم میبینم که نمیتونم حل کنم، انتظار دارم یک نیروی فعالی اونو حل بکنه، اراده میکنم که برم توش، چه منفعل خود رو بسازم و چه فعال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فکری خودم رو دیگه دارم. این بدان معنی نیست که اجرای قدرت نتیجه تصمیم یا انتخاب شخص معین است. من ارادش میکنم اما نتیجهش دیگه تصمیم من و انتخاب من نیست. پیچیدگی هایی داره، دینامیکی که داره که من میفتم توش. نه ستاد تصمیم گیرنده، نه گروه خاص، نه گروه هایی که دستگاه های دولتی را مهار میکنن و نه اونهایی که تصمیم های اقتصادی بزرگ میگیرن، مجموعه شبکه قدرت موجود در یک جامعه رو اداره و هدایت نمی کنن. پس بزرگ بودن ما، نمیدونم به اصطلاح مسلط بودن ما، تخصص ما به معنی که تو رابطه رفتیم باز تعیین کننده نیستن. میریم ترکیب میشن، ترکیبی بین فن و معرفت و روابط زور میشن که در اونجا دیگه اون فن و زور حالت رشد نداره، حالت تخریبی پیدا میکنه. مثلا شکافتن اتم رو معرفت پیدا میکنه اما اون میاد تبدیل میشه با خواست تخریبی مثلا ژاپن به بمب اتم تبدیل میشه. همین حالت انفجار مثلا باروت رو که تبدیل شد به یک نیروی مخرب، هزاره ها سال در چین بود باش آتش نشانی فشانی میکردن، حالت تقریبی نداشت. اما به محضی که آمدیم اون رو برداشتیم تو حالت منفعت طلبی و روکم کنی و درگیری ها قرارش دادیم، شد باروتی که به بمب و اینا تبدیل شد. پس مقاومت در حالا یه خصیصه دیگه قدرت که در تناقض با قدرت هستش اینه که مقاومت در برابر قدرت، درونی قدرت و چسبیده به اون هستش. هر جا قدرت هست مقاومت در مقابل قدرت هم هست، هر جا قدرت هست مقاومت هست. مقاومت از راه ضرورت درونی قدرته. قدرت تمایل داره که خود رو از مقاومت بیاسایه اما نمیتونه، از اون گریزی نداره، زیرا برای قدرت هر مقاومتی در عین حال هم داخلی هستش و هم خارجی هست. مطلقا داخلی نیست مقاومت در مقابل قدرت، زیرا مقاومت در برابر قدرته، پس بنابراین داخلی نیست، بیرونش هست، در مقابلشه. مطلقا خارجی نیست زیرا با قدرت گلاویزه، توی خود قدرت هم با خود قدرت گلاویزه. نقطه های گوناگون مقاومت خصم های قدرت هستند، آماج او هستند. نقاط مقاومت در تمام شبکه روابط قدرت وجود پیدا میکنه. همین رژیم ولایت فقیه رو ببینید، در درون خود این رژیم ولایت فقیه کوچیکا وجود داره. این گونه نیست که اون بالا علی خامنه‌ای دستور میده دیگر را اجرا میکنن. توی خود این عملا خود ولی فقیه رو در زمینه‌های تبدیل به عروسک خیمه شب بازی کردنش. مثال بزنم،
خامنه‌ای حکم میکنه که نمیدونم فرودگاه امام خمینی مال ترکا باشه، سپاه میاد اشغال میکنه و نمیگذاره که اون حکم خامنه‌ای اجرا بشه و علی خامنه‌ای رو عروسک خیمه شب بازی خودش در اون زمینه میکنه. پس خصم در درون قدرت، مقاومت در درون قدرت هست، هم در بیرون مقاومت هست هم در بیرون. بنابراین در مقاومت در مقابل قدرت همواره لازمه روی ریزش قدرت در درون رژیم حساب بشه، و برای اینکه این ریزش در درون قدرت رو ایجاب کنیم لازمه ابوغدبل باشیم، قابل پذیرش خود رو نشان بدیم، قابل جذب خود رو نشون بدیم، حالت خصمانه از خود بروز ندیم، حالت دفاعی داشته باشیم. من موافق نیستم، این گونه هستم، قدرت رو قبول ندارم، اما من نیستم که تهاجم دارم. من در وضعیتی که به من تهاجم میشه خشونت زدایی میکنم، از خودم دفعش میکنم، تا جایی هم مقاومت میکنم که اون زوره برداشته بشه. بنابراین برای اون زورگو این امکان رو پیش میارید که فکر کنه، تجدید نظر کنه، بررسی کنه، بپذیر یا نپذیره، اما شما راه در رو نمیبندید. پس بنابراین خصیصه های قدرت رو گفتم. حالا برای اینکه بخوام برم رو آزادی، اگر دوستان صحبتی ندارن میرم روی اینکه چگونه میتوان آزادی، چه خصیصه هایی دارن، چگونه در این آزادی میتوان زیست. و آقای رای گرامی از خواهی میکنم اگه اجازه بدین قبل از اینکه آزادی رو شروع کنی در مورد قدرت من که چند تا حالا سوال نه بله میخوام در واقع حالا و ممکنه بچه هم در زمینه سوالی داشته باشن. اگر جای من اشتباه میکنم لطفا منو تصحیح کنید. من برداشتم از صحبت شما این بود که در واقع قدرت در یک چیز واحد نیست، یعنی مثلا اگه به طور مثال بخوایم بگیم در حاکمیت به صورت تکثر هست، یعنی با کثرت این به وجود میاد، درسته؟ همینطوره. خب من میخواستم اینجا همین رو در واقع در مورد همین جمهوری اسلامی یکم موشکافیش کنیم، بررسیش بکنیم که اگه ما اینو قبول داشته باشیم که قدرت به این صورت هست، یعنی در شخص واحد آقای خامنه ای نیست به طور مثال و این پخش شده حالا همون سیاسی اقتصادی همه چیزی که شما فرمودین، از چه طریقی میتونیم یعنی کمک کنیم مردم، یعنی در واقع یا حالا از جنبه های مختلف در نظر بگیم چجوری میتونیم این قدرت رو سطحش بیاریم پایین، این از چه طریقی میشه کمش کرد؟ همینطوره، سوالتون خیلی بجاست و از قضا منم تعریف آکادمیکی از قدرت دادم از میشل فوکو که خلاصش بود خواستم نشان بدم. حالا خود میشل فوکو یه توضیح رو بدم قبل از این موردی که شما گفتید. خود میشل فوکو قدرت رو قبول داشت و بنابراین با اینکه این تعریف رو داد خارج از فضای قدرت فضایی رو تشخیص نمیداد، یعنی فضای آزادی رو اگر هم تشخیص میداد مبهم تشخیص میداد. این یه بحث جداگانه است، اگر دوست داشته باشین یه بار دیگه روش صحبت میکنم. به طور خلاصه برای شما بگم، شما برای اینکه بتونید از فضای قدرت بیاید بیرون لازمه که از حالت تعیم بیاید بیرون، از حالت فضای جبری قدرت بیاید بیرون و حداقل تو فضای ذهن آزاد باشین، نامتعیم باشین. ژان پل سارتر این رو دیده بود و بنابراین تشخیص داد که آزادی نامتعینه، از دنیای مادی که رابطه های مادی با ماده است تو بسته است بیرون رفتنه. پس برای دیدن این روابط ها، برای آزاد بودن از حالت تعیین باید خارج. بحث آکادمی که واردش نمیشم، میریم توی همین سوال شما. قدرت یه شبکه تشکیل میده، شبکه نه تنها کشوری تشکیل میده، نه تنها منطقی تشکیل میده، جهانی تشکیل میده. شبکه های تو در تو هستن
که بر مبنای منفعت سنجی ها ساخته میشن، بر مبنای مصلحت سنجی ها ساخته میشن. برای اینکه ما بتوانیم فضای قدرت رو، همینطور که شما توضیح دادید از علی خامنه‌ای تا پایین این نظام هست، محدودش کنیم، تنگش کنیم، فضای آزادی رو زیاد کنیم، لازمه فصل مشترک با فضای قدرت پیدا نکنیم. قدرت رو به جای تقسیم که به اشتباه دنیای سیاسی ایرانی تقسیم میدونن، حذف کنیم. قدرت اصالت و هستی از خودش نداره، تو رابطه هاست، تو رابطه مسلط و زیر سلطه است، تو رابطه تقابله. رابطه تقابل رو نپذیریم، حالا در موقعیت زیر سلطه هستیم نپذیریم، در موقعیت سلطه هم هستیم باز نپذیریم. منی که دارم با شما گفتگو میکنم، به جای گفتگو و معرفی قدرت نیام حکم بسازم که این گونه است، نتیجه تحقیقات رو براتون مطرح کنم، نه اینکه بگویم حالا اگر قبول نکردید نمیفهمید، من فهمیدم، به شما میگویم بپذیرید دیگه من گفتم. اینا دیگه بازیهای فکری ناسالم و قدرت مداران است. پس لازمه فضای آزادی رو فصل مشترک باش با فضای قدرت قائل نشیم. بشناسیم خصیصه های سی و یک گانه آزادی رو که مجموعی از حقوق هستن، و بیاییم در خود فضای قدرت دنبال فضای آزادی دنبال راه حل باشیم، به جای تقسیم قدرت که نتیجه نمیده، به این علت که قدرت دینامیک خودش داره، تقسیم به دو میکنه، در این تقسیم به دو میخواد متمرکز بشه، میخواد بزرگ بشه، میخواد گسترده بشه. از این دینامیک بیایم بیرون، به معنی که شما تقسیمش هم که بکنید، هر کدوم از این واحدهای تقسیم دوباره همین میل رو دارن. لازم است در فضای آزادی و در همی و حقوق باقی بمانیم. در اینجا نقش ها پیدا میشه، فعال با فعال در ارتباط قرار میگیره، فعال ها مسئولیت خودشون رو بر اساس قاعده هایی که از قبل وجود دارن تعیین میکنن، ارادهشون بر قاعده ها حاکم نیست، بلکه ارادهشون تحت پذیرش قاعده ها و قوانین منطبق با حقوق هست، و در این رابطه میتوانیم راه حل هایی رو پیدا بکنیم که مخصوص خودش هست. هیچ کدوم از راه حل های قدرت رو هم انتخاب نکنیم، نگیم حالا که دیگه نمیشه، من که نمیتونم همینطور سالم زندگی کنم که مجبورم رشوه رو بدم، به معنی که رشوه رو دادم رفتم تو فضای قدرت. شما که میخوای رشوه بدی کارت پیش بره، 100 نفر دیگه هم رشوهشون رو میدن، بعد میشه فساد مزمن و زبردستا از همین آلودگی شما استفاده میکنن، سهم شما رو، شتاب سهم شما رو روز به روز کم میکنن، شتاب سهم خودشون رو روز به روز زیاد میکنن. الان در دنیا 1% شتاب سرعتشون چندین برابر شتاب پولدار شدن ما هست. من میام پایین، آقای رفیع دستشون بالاست. مرسی، ممنون. بله، درود بر شما جناب رفیع، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام خدمت همه شما و عزیزان. خواستم بپرسم از آقای رایی که آیا زور به تنهایی و خودش وجود داره بدون اینکه رابطه در بین رابطه قوا برقرار بشه، یعنی وجود خودش رو داره یا نداره؟ این یه سوال. سوال دوم اینه که اگر شما خودتون آقای رفیع اگه توضیح دارین در این زمینه بدیم، شما اگر بخوام توضیح بدم بفرمایید، اون رابطه چون شما خودتون میدونم صاحب نظرین، بفرمایید. باید خواستم شما توضیح بدید. حالا خودم توضیح بدم. این زوری که شما، این سوالی که خانم کردن، ببینید اگر آدم ها بخوان یه سری ارزش هایی رو هم با هم موافق باشن، مثلا حق تصمیم، حق بیان، حقوقی که به عنوان حقوق بشر شناخته میشه، حقوق ذاتی خصوصا،
و استقلال آزادی انسان رو وطن رو بکنن ارزش در رابطش عمل کنن، این آدم ها هم موازی قرار میگیرن. بنابراین وقتی که موازی قرار میگن تا وقتی که در رابطه با اون اصول عمل میکنن، اونجوری که زبان فرتوش میگه کردار و گفتار میشه نیک، یعنی که توش زور نیست، رابطه قوا به وجود نمیاد، همه در همسو میشن. اما همین که شما یک ارزش هایی رو، این ارزش ها رو گذاشتید کنار، نمادهای زور رو که ثروت، قدرت، به دست آوردن مقام، دوست دختری رو خوش آمدن به زور جذب کردن، پسری رو خوش آمدن جذب کردن، همه رابطه ها رو به این رابطه مستقیم رو برقرار کردید، عملا یک این برای شما پدیده به وجود میاره که اون پدیده زوره، که نه توش بیان استقلاله، نه بیان آزادیه، نه بیان حقوقه، هیچ کدوم از این اصول نیست. خلاصش این شه که اگر اونی که مذهبیه میتونه بگه من با رابطه با خدا و اون اصولی که خدا تعریف کرده عمل میکنم، اونای دیگه هم که مثل او با اون اصول اعتقاد دارن موازی قرار میگیرن، بین این افراد هیچ گونه رابطه مستقیمی به وجود نمیاد که بخواد زوری اعمال بشه. اما وقتی که این رابطه مستقیم و شما موازی رو برداشتید و اصول شد مسابقه بین آدم ها مستقیم یا آدم ها با طبیعت، خود به خود زور به کار میره. این مهمش اینه که سوال پاسخ شما بله، اگر ما بتونیم پندارمون رو نیک کنیم، اتوماتیک کردار و گفتار نمیتونه نیک نباشه. و وقتی شما میشنوید از افراد گفتار زشت و اعمال زشت، مطمئن باشید که اون پندار زور اصالت داره. فکر میکنم مثلا ما ایرانی ها بعضی همون وقتی بحث میکنیم با هم، فکر نمیکنیم که میخواییم به هم کمک کنیم با دگراندیشی واقعیت رو بیشتر و بهتر ببینیم. نه تنها اینو نمیفهمیم، برعکس، چون تقابل داریم زور داریم، چون علم محور نیست. نمیگه میخوام علم بیشتر، در رابطه با علم اگه میذاشتن مسئله حل بود. ما وقتی در رابطه مستقیم میذاره، میگه من چه کار کنم از طرف به نظر بیاد که من بیشتر میفهمم. بنابراین یک نونه شروع میکنه خراب کردن طرف، ایرادگاهی بی خودی گرفتن، و اصل مطلب که فهموندن ما اصل علم بود میشه چیز دوم، مسئله دوم. ایناست که اگر توی جامعه ای مثل جامعه ما یک فکر و اندیشه بیاد که انسانها رو ببره به طرف این که بیشتر عمل خودشون رو با استقلال و آزادیشون بسنجن، با حقوقشون بسنجن و عمل کنن، هر چی بیشتر عمل کنن انسانها مستقلتر میشن، زور در رابطه های قوا تواناییش از دست میده و انسانها آزادتر میشن و رشد جامعه در زمینه‌های ممکن مختلف ممکن میشه. نتیجهش این که اون کشور هم استقلال و آزادیش بیشتر میشه. من ببخشید سخنران آقای رایی، من بیشتر دخالت نمی‌خواستم برای این رابطه. آقای رفیع، ما اینجا قرار داریم که با هم گفتگو داشته باشیم. بله بله بله، شما نه تنها کار خوبی میکنید، حتی نقد هم میتونید بکنید هر جایی که من اشتباه میکنم یا دوستان نه هم صحبت هم دیگر رو نقد کنن، چون اگه این کار رو نکنیم خودمون رابطه قوا اینجا ایجاد کردیم. اصلا هدف گفتم همونطوری که الان خدمت شما گفتم هدف در این کارا اینه که اون مطلب شفاف‌تر بشه. همینطوری هم دیگه اضافه میکنیم تا مثلا دوستمون که داره قلم مشتت کار علمی میکنه مثلا مطلب بهتر بفهم. مسئله همین. مرسی، خیلی متشکرم. بله لطفتون زیاد. همین در تایید صحبت شما، بنابراین تقابل سازی یا تقابل انسان ها فقط با هم دیگه نیست. من در تایید صحبت های آقای حمید و در کنار صحبت های ایشان میتونم یه مثال خیلی تاریخی بین ما ایرانی ها که شناخته شده است بزنم. فقط هم مخصوص ما نیست، توی جوامع انسانی هم هست، و اون تقابل عقل و دل که ما به صورت تاریخی ساختیم، این دو همکار هم دیگه به جان که ببینیم در مقابل هم اومدیم گذاشتیم، اومدیم میگیم عقل ثانوی مسلک و در بند ضرورت
و عرفان این گونه نیست، کار دله. یا حتی مثلا فیلسوف مولا صدرای خودمون همچین فکری رو داره، یا فیلسوفی در اروپا مثل کانت این همچین فکری رو داره. میگن سعی کردن مشکل دل رو که خرد ناب حسابش میکردن رو بر آزادی یه عمل بنا بکنن و عقل رو که در بند جبر هستش رو کنار بزنن. این راه حل ها موجب میشه که ما یا عقل رو یا وارونش هم وجود داره، ما یا عقل رو تغییر میکنیم یا دل رو تغییر میکنیم و این رابطه های ثنوی که میتراشیم و تاریخیش کردیم و عرفان زورپرست ایجاد کرد، حالا همه عرفان ها رو نمیگم، زورپرست ایجاد کردیم و یا خرد های مادی و جبرگیرای پرستش عقل رو مطرح کردیم، به قول مولوی پای استدلالی چوبین درست کردیم، لازمه که از این رابطه ها هم بیاییم بیرون. پس بنابراین راه حل این که چگونه میتوان در درون رژیم نماند، تمرین رابطه های آزاده، تمرین رابطه های درهمی هستش، تبدیل رابطه هایی هستش که در اون مرتب تقابل تراشی نکنیم. هر جا که داریم، مثال بزنم، من یه اظهار نظری میکنم یا آقای حمید رفیع الان اظهار نظری کردن، رابطه تقابلی با این رابطه چیه؟ تغییرش کنم یا اینکه شیفتش بشم بپذیرم؟ اما اگر اصل رو بر براءت بگذارم، به محض اینکه شنیدم این حرف رو بر براءت بگذارم مگر عکسش اثبات بشه، تحقیق میکنم، میگردم، عوامل مختلفش و جنبه های مختلف میشنوم، تجربه های دیگر رو میشنوم، بررسیش میکنم، اگر این اصل رو توانستم بی ارزشش بکنم اون موقع میگم غلطه. پس به جای خوشبینی و بدبینی، اصل رو بر براءت در ابتدا میذارم، تحقیق میکنم، نتیجه تحقیق خودم رو باز همچنان قابل نقد نگه میدارم و بنابراین همواره خودم رو باز نگه میدارم، همواره خودم رو به عنوان بررسی کننده و دانشجو نگه میدارم. و در این رابطه مثلا مادر و دختری که با هم دارن گفتگو میکنن، مادره به دخترش میگه من این دگمه کیبورد رو نمیشناسم، تو بیا اینو به من بگو که این مثلا میخوایم اسکرین بورد کنیم چه کدوم دگمه رو باید استفاده کنیم. دخترش میگه حالا یا میشناسه یا نمیشناسه، بررسی میکنه، نه، میره رو اینترنت نگاه میکنه، چون مادرش اطلاع بیشتر از مادرش داره، تو مدرسه این درس رو خونده، مادرش نخونده. رابطه علمی و رابطه همدلی با هم برقرار میکنن، دختر آموزگار مادرش میشه و مادرش هم موقعی که دخترش راه حل بده میپذیره و در این رابطه جایی هم که خودش چیزی بلده به دخترش میگه و در این رابطه تقابل به وجود نمیاد، در اینجا یک همکاری به وجود میاد، در اینجا همکاری هم بر مبنای علم به وجود میاد. معرفت و علم بسیار به حقوق نزدیکن و بنابراین در اینجا من هیچ مجبور نیستم بگم آه این که دختر منه که این، من حالا بیام خودم رو کوچیک کنم بهش بگم دگمه اسکرین بورد کدومه. این رابطه تقابلیه، این رابطه نه خودش اسکرین دگمه اسکرین بورد رو یاد میگیره یا باز به سختی یاد میگیره، و اون طرف هم برای خود یک عقده حقارت خود بزرگینی رو در خود ایجاد کرده. این رابطه ها رو لازم تمرین کنیم، دست برداریم ازش، فضای قدرت رو تنگش میکنیم و موقعی هم که این گونه رفتار میکنیم الگو میشیم، حتی در درون رژیمی ها ریزش ایجاد میکنیم. میشه اینجوری که مثلا آقای ترکاشوندی که خودش در بسیج بوده میاد چیکار میکنه؟ اون بسیجی که ما ساختیم، اینایی که از زندان قاتلایی که شما آوردین به راحتی تیراندازی میکنه، اینا نیست که. من خودم بسیجی بودم، حالا نیستم ولی بودم. ما برنامه ساختن بسیج این گونه نداشتیم که شما زندانیای قاتل و جنایتکار رو برداری بریزی تو خیابون بکشی به اسم اینکه محارب با خداست. اصلا محارب با خدا علیه حکومتی به وجود نمیاد، مطابق با تعریفای خودتون
محارب کسیست ایجاب رعب وحشت در عموم مردم میکنه، یعنی سپاه پاسداران به قول آقای محمد علی بازرگان، پسر آقای بازرگان، یعنی خود علی خامنه‌ای. چرا؟ که محارب در رابطه با جامعه تعریف میشه، به عموم، اونم نه قسمتی از جامعه، عموم مردم، نه اینکه در رابطه با خود حاکمیت. اعتراض مردم بر اساس همین قانون اساسی، حالا که مشروطش کردم سر جای خود، ولی بر اساس این قانون اساسی آزاده. هیچ جای قانون اساسی هم ننوشته که شما باید اجازه بگیرید برای تظاهرات. به علاوه شما چرا موقعی که میخواد مجازات بکنید، به جای اینکه مجازات رو درست انجام بکنید، از خودمون قواعد خودتون خارج میشید؟ میناوریم میبینیم که پس فضای قدرت فضایی هستش که در رابطه با توضیحی که آقای رفی دادن در مقابل زور، ببینید انسان انرژی های درونی داره، این انرژی های درونی سر به بی‌نهایت میزنن، هیچ کدوم مزاحم دیگری نیست. استعداد رهبری ما با استعداد خلق ما، با استعداد هنری ما، با استعداد تنظیم امور و اقتصادی ما، با استعداد تشخیص معیار ما، با استعداد انس اجتماعی ما، دوست پذیری، انسانیم دیگه، میگیم انس، انسان از انس میاد، به صورت طبیعی انس پذیره، استعداد انس ما، اینا هیچ کدوم جایی هیچ کدوم تنگ نمی کنن. هیچ کدوم از حقوق ما در تقابل با حقوق دیگه قرار نمی گیره. هیچ نیرویی که یک مجموعه ترمودینامیک درست میکنه میرا نیست، اگر استکاک در درونش نباشه عمر پایدار داره. این استکاک های درونی حالا یه بحث جداگانه است. پس نیروها با هم حالت اتصالی که پیدا نکنن زور نیستن. پس نیرو سر به بی‌نهایت میزنه، مجموعه که میسازه با نیروهای دیگه در هم میشن و مجموعه سیستم کامل درست میکنن. حتی در مورد مفاهیم هم همینطوره. حالا از حالت فیزیک که بیایم بیرون، مفهوم هم اجزاش همدیگر رو تایید میکنن و با هم یک مجموعه کاملی به اسم مفهوم یا کنسپت درست میکنن. شما اینو از حالت طبیعیش در بیارید، دترمینیست پوبلیک میشه یا فکر جمعی جبار میشه که یه جاش میلنگه با واقعیت و عینیت و با امور واقع و عینیت، عینیت ها تطبیق نداره. مثال میگید انقلاب خشنه، خب انقلابایی داشتیم خشن نبوده، اصلاح خشن نیست، خب انقلاب محمد خاتمی خشونت کشیده شده. میبینیم دوچار تناقض هست، مفهوم نیست، فکر جمعی جبار شبه مفهوم درست میکنه. پس نیروها با هم هومئوستازی ایجاد میکنن، همیستایی پایدار ایجاد میکنن و حالت پایداری رو زمانی از دست میدن که در تقابل به زور تبدیل بشن، به اتصال تبدیل بشن و خاصیت نیرو بودنشون، بی نهایت بودنش اینه که به محض اینکه زور رو بردارین دوباره همون نیروی قبلی میشن، از خودش هستی داره و بنابراین دوباره همون نیروی قبلی، مثلا خلاقیت به خلاقیت تبدیل میشه، مثلا فن فناوری در یک زمینه، شما آمدید توی کارخونه گذاشتید مهره شل شده، مهره رو ببندید دوباره اون کار خودشو میکنه، اون مهره اون زور است، مهره اون در واقع ابتلا است، مرض است. پس قدرت و زور رو تشبیه میتونید بکنید به اعتیاد، مثل اعتیاد میمونه، مثل وابستگی میمونه. میام پای خانم بیژندی، بفرمایید. خواهش میکنم. سپاس جناب آقای رایی. من حالا باز با توجه به صحبت و فرمایش شما و جناب آقای رفی همچنین، باز این سوال برام پیش اومد. ما که حالا از گذشته من زیاد نمیرم، من میرم از همین جنبش 1401 که آغاز شد، من فکر میکنم که حالا از اول خیلی خوب شروع شد، اما من تصورم بر اینه که
این مابین تقریبا از 2-3 ماه که گذشت مجددا باز یه جو دیگه که شاید همون اون زوری که الان شما تعریف میکنید به این شکل باز این جو بر این جنبش غالب شد و حالا ما یه باز یه زور و جبر دیگه ای هم از یه سمت دیگه ای، حالا اگه بخوایم اسمشو بذاریم اپوزیسیون های مثلا حالا خارج از کشور، رسانه ها یا به حال یه سری از احزاب، باز یه زوری هم از اون طرف داره وارد میشه. یعنی من فهم کنم دو جانبه الان مردم تو این قرار گرفتن. حالا این رو که مطمئنم که به زودی، به هر حال زمان بر هست، اما به زودی حتما مردم گذر خواهند کرد. اما با این زور دومی که الان شکل گرفته، مثل مثلا همین من وکالت میدهم که الان میگه اگه تو وکالت بدی که یعنی با مای و مردمی، اگه ندی حرفای دیگه ای گفته میشه. یعنی به نظر من باز یه جور دیگه دارن با زور و فشار یه سری افکار دیگه رو غالب میکنن بر مردم. چطور با این مقابله کنیم آقای رایی؟ این بله بله بخواد، یعنی توجه باید داشته باشیم. من صحبت شما رو اول یه مدار بازش میکنم از دید خودم و بعد با هم بررسیش میکنیم. یعنی شما در اینجا میبینید که سه عامل خارجی، مردم و رژیم با هم سعی میکنن که بقاپن. مردم سعی میکنن جنبش خودشون رو پیروز کنن، عامل خارجی سعی میکنه دخالت کنه و نیروهایی رو که میخواد غالب کنه و رژیم هم سعی میکنه دشمن خودش انتخاب کنه. و بنابراین مثال بزنم، مثلا شما یه مغازه‌ای دارید مثلا یه جنسی رو میفروشید، برای اینکه مغازه روبروی شما که خالیه نیاد رقیب شما یا کسی دیگه بیاد عین جنس شما رو بذاره، چیکار میکنید؟ مغازه روبروی خودتون رو خودتون اجاره میکنید، حتی اگرم کار نکنه نگهش میدارید، بسته نگهش میدارید که رقیب نتراشید برای خودتون. رژیم همچین کاری رو میکنه، خودش برای خودش رقیب. یک نکته اینه. نکته دیگه این هستش که با دنیای انفلوانسرها، صاحبان نفوذ سر کار پیدا کردیم. کسانی که میان میتوانن، بلندگو دارن یا طرفدار دارن و میان نظری رو که تخصصی نیست و یا نظری رو که مورد پذیر تجربه و زیست مردم قرار نگرفته تبلیغ میکنن، تکرار میکنن. و مشکل بعدی که داریم، مشکل رسانه‌ای داریم. رسانه انتخاب کرده چگونه با ما ارتباط برقرار کنه، آزاد نمیگذاره. مثلا همین کانون دفاع از حقوق انسان رو نمیاد دعوت کنه یا نظراتشو پخش کنه، سانسور نگهش میداره. یه حالت مثل یه بوکسوری که یکی رو توی گوش انداخته میزنه، اون گوش گیرش انداخته. یا کسانی مثل ما یا کسان دیگر رو، ماها رو بسته نگرد. بس مشکل رسانه‌ای داریم. اما مشکل بزرگتر از همه، مشکل هنجارهای اجتماعی داریم. مشکل رابطه هایی که بر اون فکر مشترک جمعی وجود نداره. دموکراسی در دموکراسی شناخته شده، تا فکر جمعی مشترک نباشه احزاب نمیتونن تو فعالیت کنن. همه احزاب توی دموکراسی رو دیگه قبول دارن دیگه به عنوان هدف یا به عنوان یک شکل حکومت، یعنی اداره جمعی. استقلال یک مملکت رو قبول دارن، آزادی رو قبول دارن، میخواد چپ باشه میخواد راست باشه، این اصول رو قبول داره. بس بنابراین هنجارهای مشترک یا اخلاقهای از نظر دینی مغل یا اتیکهای مشترک رو قبول دارن و بر اساس این مبناهای مشترک هست که گفتگو اصلا شکل میگیره. فکر کنید خانم بیرژندی معیارهای خودش داره، منم بیرژان معیارهای خودم رو دارم و بر اساس اونا داریم ارزیابی میکنیم. خب من و خانم بیرژندی با هم گفتگوی موازی داریم میکنیم، گفتگو داریم نمیکنیم، تکگویی خودمون هر کدوم داریم میکنیم. این گفتگو شکل نمیگیره اگه معیار مشترک بین ما نباشه. معیارهای مشترک یکی از ضعف های جامعه ایران. حالا میام پایین که آقای رفیع صحبت کنه بعد ادامه میدم صحبت خودم، یا میریم رو موضوع دیگه. بفرمایید. بله. رفیع بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم به من با فرصت میدید. من خیلی سعی میکنم خلاصه بگم پاسخ سوال شما رو در تکمیل آورد آقای رایی. ببینید میگم نظر من البته. اول بپرسم که وقتی میگیم شما پرسیدید وکالت میدهم این آقایان که راه انداختن، خانمایی که راه انداختن، اولین سوال چونه چرا کنیم؟ خب این وکالت بدهیم که چیکار کنیم؟ چیکار میخواییم بکنیم با این وکالت؟ این اولین سوال. دومین سوال، از کی حق تصمیم قابل دادن به کسی دیگه شده که من بدم به کسی دیگه؟ البته ذهنیت کسی که استبداد و باور داره فکر میکنه که میتواند حق تصمیم به جای دیگران داشته باشد، یه نوع ولایت مطلقه بلا نسبت آقای خمینی و آقای شاه. اینا ناخودآگاهشون فکر میکنن برای صلاح جامعه با اونها هست که تصمیم بگیرن به جای من. حق تصمیم رو باور دارن که میشه از کسی سلب کنن برای خود بگیرن، اما واقعیت امر اینه که نه، اینطور نیست. حق تصمیم قابل تفویض نیست. هر کسی باید حق تصمیم خودش رو حفظ کنه و به هیچ کس نده. بنابراین این حرفی که آقایان میزن خانم زدن در مورد وکالت خواستن، نه معلومه برای چی میخوان، نه من اینکه این جواب به این سوال میدن که چطوری میشه داد. اما بر مورد به این جنبش اخیر باعثم بگم که هیچ جنبشی یتیم نیست و همینجوری از وسط ساخته نمیشه. اگر بخواد یه جنبشی موفق بشه، باید خودشو دنباله یه جنبش قبل بدونه و انقلاب قبل بدونه. بنابراین اون وقت میتونه بگه من ضعف‌های که علت شکست تجربه قبل شد، جنبش قبل شد را یافتم، اینها 1-2-3 این ضعف‌ها بوده و این چند تین 40 سال رفع کردیم، چه در پندار چه در عینیت. این عمل انجام نمیشه الان، برعکس انجام میشه. یعنی یه عده صحبت از انقلاب 1401 میکنن مقابل انقلاب 57 و نه ادامه انقلاب 57. خب این خودش اگر اینجوری ادامه بخوام بدم با علامت شکسته. یعنی نمیگن چی شد ما شکست خوردیم و چگونه مردم رو قانع کنیم که 40 سال بهشون گفتیم غلط کردید که انقلاب کردید، بدبختمون کردید، غیر و غیر. حالا بیاییم بهشون بگیم بفرمایید بیایید تو صحنه دوباره انقلاب کنید و همون ضعفایی که باعث شد که دفعه پیش پدرمون در اومد هیچ کدومشون حل نکردیم، بفرمایید بیاید. خب کی میاد؟ هیچ کس. کس دیوانه است بیاد. ولی اگه شما اومدید گفتید ما دنباله اون این حرکت هستیم، این ضعف ها علت شکست بود که ما اینا رو باید رفع کنیم در باورمون در عینیت و ادامه بدیم، خب خیلی حاضر میشن بیان، میفهمن که بعد اون وقت میتونید راحت بگید این خواستای اون انقلاب 57 بود، جمهوری دینی، جمهوری مرامی پدر ما رو در آورد، پس بنابراین یا فهمیدیم که این ضعف جمهوری ایران، بنابراین نه اسلام نه سوسیالیست نه هیچی، جمهوری ایران مثلا. اینو میگن یک رفع ضعف تجربه قبل. شما اگه اینطوری عمل بکنی به مردم بگید، خب بیشتر آدم ها میفهمن که از این، به قول اینهایی که میگن از این چاله رفتیم افتیم تو چاه، از این چاه میخواییم کجا بریم. حتی اونام راست نمیگن، برای خاطر اینکه ریشه تاریخی استبدادی که با انقلاب 57 رفت شاهنشاهی بود. ما الان مقابل نماد ریشه دیگه تاریخی استبداد در ایران هستیم که دستگاه استبداد دینی است که از زمان مغان تو ایران حاکمه، به نام دین زور طلبی، همون که آقای رایی صحبتش رو دارن میکنن، خشونت طلبی و اصالت دادن به زور رو به نام دین تو دین پندار ما قرار داده. یعنی ما یک وظیفه استبداد زدگی در پندار داریم که نه اینکه دین رو فوش بدیم، اینا اون استبداد زدگی نیست، اون اینکه بتونیم این علامت های استبداد که تو به نام دین و مرام کلی ما کردن پاک کنیم. اما یه چیز مثبتی هم بگم در رابطه با جنبش اینه که انقلابو که تونسته بودن 30 سال 35 سال خشونت و خرابی و تخریب و ضد ارزش بکنن، دوباره ارزش شد.
بنابراین من خلاصه بگم اینه که امروز اگر ما بتونیم به هموطنامون قانع کنیم که تجربه انقلاب 57 رو ادامه بدن، بگر تصحیح کنن شکست رو، و شکست رو همین در فرانسه یک جمله زیبایی دارن، فرهنگی دارن، بگن ما میتوانیم از شکست دیروز پله رسیدن به پیروزی و موفقیت فردا رو بسازیم، به شرط اینکه تجربه رو رها نکنیم. ما ایرانی ها یه ضعف بزرگ داریم، شکست در تجربه رو، بد بودن تجربه، پایان تجربه میدونیم و رهاش میکنیم. امیدوارم این دفعه این کارو نکنیم. اگر این کارو نکنیم، این جنبش ادامش، امیدوارم استبداد رو به هر شکلش در کشورمون ببره. ببخشید خیلی طولانی شد، معذرت. ممنونم جناب رفیع، متشکرم از نظرتتون. جناب رای اگر که اجازه بدین نظراتو بشنویم. خانم استراجی عزیز بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما، ممنون که بهم اجازه دادید صحبت کنیم. درباره صحبتایی که آقای حمید بودن فکر کنم صحبت کردن، من اگه قرض از چیزی نباشه، ولی من خیلی با حرفاشون مخالف بودم. درباره موفقیت‌های انقلاب 57 صحبت شد. یه سوال دارم، شاه اون زمان با جمهوری اسلامی الان قابل مقایسه هم؟ یعنی خشونتی که شاه اون موقع کرده با جمهوری اسلامی که الان کرده واقعا یکیه؟ واقعا فکر میکنید اگه شاه هم مثل جمهوری اسلامی بودش این انقلاب سال 57 اصلا صورت میگرفتش؟ شاه گذاشتش رفتش، ولی میتونست بمونه، اونم خیلی آدم ها رو بکشه و همینطوری بمونه، ولی گذاشت رفت. پس به نظر من هیچ دستاورد بزرگی سال 57 واقعا برای این ملت نداشته. واقعا هر چیزی بوده تباهی بوده، توی خودمون داریم میبینیم بعد از چندین سال، چند سال، یعنی فکر کنم 2-3 سال بعد از همین انقلاب، اصلا سال بعدش کلی کشته کشته رو اعدام ها صورت گرفتش. همون موقع جایگاه برگشت نبودش که ببینیم انقلاب اشتباه بوده. خیلی قشنگ واضحه که هیچ دستاورد 57 نداشته و واقعا دوره زمونه جوری نیستش که بخواد دستاوردهای حالا بگیم 57 برای الان کارساز هستش. انقلاب سال الانه که تو ایران داره صورت میفته، این شورش مردم واقعا قابل مقایسه با هیچ انقلابی که تا حالا توی تاریخ صورت گرفته نیستش و یک انقلاب نوعه. هر کسی هم دربارش میشونه صحبت کنه، انقلاب نوعه و برای همینه که هیچ تجربه های گذشته تا حالا روش اصلا جوابگو نبوده به نظر شخصی من. و یه چیزی که درباره که وکالت میدهیم صحبت شد، من خودم مخالف یا موافق این داستان نبودم، ولی شخص خود این فرد نیمد بگه که به من وکالت بدید. چیزی بوده که خیلی مردم دیگه خودشون آوردن این صحبت کردن و به نظرم بعضی موقع ها یه ذره نام محبتی میشه نسبت به شخص. خیلی ها میان خیلی کارا میکنن، ولیشون یکی دو بار مثلا مخالف ماها انجام شدن، ترجیح میدیم که ما تخریب بکنیم اون شخص ها. و از نظر شخصی من همین دلیل متحد نبودن ایرانی ها همینه. از هم دیگه وقتی چند تا چیز ایراد میبینیم نظرمون عوض میشه و راحت نظرمون رو برمیگردیم. همین میشه که هی طولانی بشه. چرا باید این همه ما کشته بدیم این همه سال و هنوز ما به نتیجه نرسیدیم؟ واقعا باید یه راهکار درستی پیدا بشه که این اتفاق صورت بگیره و یه نفر دو نفر نباید بگن که من میدونم بعد این کار رو بکنیم و اون کار رو بکنیم. معلومه که اینطوری نمیشه. به نظر من واقعا باید یه تفکر جمعی صورت بگیره، همه بخوان همدیگه متحد بشن و اون کار رو انجام بدن، نه که ببینیم فقط توی چند شهر ما الان انقلاب داریم، نه که ببینیم تظاهرات داره فقط توی جنوب ایران و چند شهر داره اتفاق میفته، تهران سکوت کرده، اون که شهر سکوت کرده. چرا؟ چون ما ایرانی ها منتظریم عقیب یه شخصی بیادش بیاد ما رو نجات بده. ما باید بیان خودمون به همدیگه کمک بکنیم. همین، ممنونم. وقت صحبت کنم، ممنونم.
مرسی از شما عزیزم که مشارکت داشتین. جناب رفتی، اگر که خواستید پاسخ خانم سراجی رو بدین لطفاً با علامت دست منو راهنمایی بفرمایید. آقای حمزه‌زاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود خدمت دوستان و همکاران، همچنین خدمت های رایی مهمون عزیزمون. منم در تایید دوست عزیزمون که الان داشتن صحبت میکردن همین رو میخواستم بگم. اول یعنی بیخورده برمیگردم به قبل، اونجایی که آقای رایی گفتن هزینه‌هایی که برای رسانه میشه. به نظر من فرق مستقیم میرم تو بس، فرق آقای پهلوی که ما الان داریم همه انگوشا به سمتشون میگیریم، اگر الان رسانه دارن به خاطر سابقه‌ای که پدر مادرش داشتن و از پدر بزرگش داشته. الان توی جامعه همه اینا رو میبینن و میان این حرف رو میزنن، حالا یا میگن وکالت میدیم یا نه. میخوام میگم که این گذشته چیز خوبی بوده و اینکه تو 57، حالا درسته انتقاد خیلی زیاده، میتونیم در موردش برنامه داشته باشیم و حرف بزنیم، ولی اینکه بخوام بیان تو 57 اونجوری انقلاب کنم به امید اینکه یه پله برم بالاتر و 10 پله برگردم به عقب، و الان این وسط فقط مردم باید تاون بدن. این که حالا یه بار اشتباه کردیم دوباره بخوایم اونو انجام بدیم، خب یه جوری انگار مردم موش آزمایشگاهی هم و باید حتما به یهویی به بهترین جا برسن، در حالی که قبلا توی جای خوبی بودن. حالا درست انتقاد زیاده ولی جای بدی هم نبود، و مقایسه اون دوران با آقای خامنه ای تو این زمان واقعا مقایسه بی‌انصافیه. ممنونم. ممنون آقای حمزه‌زاده. جناب آقای رفیع بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیارتون. من اولا که کی مقایسه کرد؟ کی خواست بگه این استبداد الان با استبداد شاهنشاهی کدوم بدتر؟ این دروغی است که اصلاح طلبها ساختن به نام انتخاب بین بد و بدتر، که هیچ وقت این دروغ، انتخابی نداریم تو انتخاب بین بد و بدتر. شما میفرمایید که شاه یا پدر ایشون اشتباهاتی کردن. چه اشتباهاتی کردن؟ آقا جان اسم مستبد یعنی اینکه یک شخصی به خود اجازه بدهد به جای ملت برای ملت تعیین تکلیف بکند، تصمیم بگیرد، ملت حق تصمیم برای سرنوشت خود را نداشته باشد. این میشود تعریف استبداد. این ملت ایران اون زمان حق و تصمیم داشت. یک دوره کوتاهی دکتر مصدق امکان پیدا کرد، یه دوره کوتاهی بعد از انقلاب پیدا شد. بله خشونت بود، حق با شماست، ولی یه چیزی شما باید بگیرید، انقلاب ایران پیروز شد با خشونت زدایی. بعد از انقلاب اومدن گروهایی شروع کردن شعار دادن انقلابی یعنی خشونت طلبی، هر کس هم میگفت این خشونت طلبی بد است بهش برچسب لیبرال میزدن. یعنی لیبرال هم یعنی آدم چیز متوجه نیست. زور اصالت پیدا کرد، اعدام انقلابی مطرح شد، دادگاه انقلاب مطرح شد، نیروهای انقلاب مطرح شد. متاسفانه بله خشونت طلبی محور شد و ایران رو برد به طرف سقوط. هشدارها داده شد، چندین شخصیت انقلاب تو انقلاب هشدار دادن مردم خطر تأسیس استبداد به نام دین هست، باید مانع شد. متاسفانه فکر این که شاه چون با استبدادش رفت خطری نیست، این امکان رو نداد که به موقع جلوی توطئه هایی که میرفت استبداد جدید بسازه. یخی شما میگید ما چه دستاوردی داشتیم؟ ما یکی از ریشه های تاریخی استبداد در کشورمون که پدر ایران رو در آورده تو این چند هزار سال که شاهنشاهی بود رو ضعیف کردیم. ما سه ریشه تاریخی در استبداد در ایران داریم، یکیش بزرگ مالکی بود، یکی شاهنشاهی بود، یکی دستگاه استبداد دینی. هر کدوم تا شما ضعیف کردیم، بزرگ مالکی و شاهنشاهی، مقابل سومیش هستیم. شما میفرمایید که ما به جای اینکه بیاین سومی رو با هم دیگه ضعیف کنیم، بریم اون دومی رو که سه تا انقلاب لازم شد تا ضعیفش کنن، چون انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت برای این بود که به شاه بگوید شما سلطنت کن، حکومت نکن. حکومت با مردم، با منتخبین مردم. سه تا شکست خود، سه تاش هم کودتا خورد. انقلاب ایران برای این بود که این ریشه رو ببره.
سومین ریشه خیلی قویه، خیلی قویه. چند هزار سال تو کله ما به نام دین زور گذاشتن. شما الان اگر این زور رو نمیدیدی نمیتونستی بگی که آقا من یه ذره مطالعه کنی در مورد استبداد پهلوی، میدیدی که این آقا حتی خودش توی خاطرات اعلم آقای رئیس دربارش 7 جلده ببینید چی تعریف میکنه از آقای پهلوی، ببینید خود آقای پهلوی چی میگه، ببینید خانم فرح دیبا در خاطرات ارمادش خواهش چی میگه. وقتی آقای رضا آقای پهلوی مصاحبه میکنه با تلویزیون آمریکا بهش میگن CIA در باید شما موضوعات تهیه کرده، آیا شنیدی؟ میگه نه. بعد میگه CIA چی گفته؟ پاسخ میده میگه من که منافع آمریکا رو حفظ کردم. شما غلط کردید، شما از حقوق ملی ایران باید دفاع میکردید آقا، نه از منافع دولت آمریکا. شما تحقیر رو میخواید قبول کنید، خب بکنید، من نمی کنم. همونجور که گفتید هر کدومون آزادیم. من تحقیر این که آقای انگلستان بیاد آقای رضا شاه رو بکنه اینجا شاه بنده، هر وقت هم که دید عوامرش اونجوری که باید اجرا نکرده ورش داره تبعیدش کنه، پسرش رو بکنه سر جاش، بنده این تحقیر رو نمیخوام. من تحقیری که آقا بیاد جلوی دنیا بگه من دفاع کردم از منافع آمریکا، تحقیر نمی کنم. من آدمی که میاد به علم میگه که ما دیگه نمیتونیم پولا رو همینجوری به نفت کنیم، نفت همینجوری بسوزونیم، دیگه نباید گذاشت مفت بره. آقا تو بی خود کردی گذاشتی پولای نفت بسوزه. میام میگم وضع اقتصادی ایران خیلی خوب بود. آقا دروغه، 7 میلیون بشکه در روز ما نفت میفروختیم، 7 میلیون برای خاطر اینکه جنس وارد کنیم. اقتصاد مصرف محور داشتیم، اقتصادی بود که فقط جنس وارد میشد از این کشورهای قدرت برای اینکه ما نفتمون رو برامون راحت بدیم. حتی کشاورزی ایران که خودکفا بود تا قبل از کودتای 28 خرداد کاملا وابسته شد، ما همه چیزا رو وارد میکردیم. عزیز من استبداد الان خیلی بده، خیلی بده. من کی گفتم اینا رو با هم مقایسه کردم؟ ولی اینا دو تا ریشه مختلفه. اون یکی اولی ست جنبش انقلاب مشروطه و جنبش صنعت ملی کردن نفت و انقلاب 57، سه تا لازم شد تا ببرتش. این یکی امیدوارم به سه تا لازم نشه. ولی خب ما توی غرب، همین فرانسه یا غرب به طور کلی رنسانس داشتن، یعنی تونستن دستگاه استبداد دینی رو از کله مردم و از استبدادی که در حاکم کرده بود جدا کنن. ما تو دوی اسلام و کشورمون این کارو هنوز نکرده بودیم. ما توشیم الان، ما 40 ساله توی رنسانسیم، یعنی داریم دین رو از دست دکانهایی که به نام دستگاه استبداد دینی به ما میگن چطوری. یک نمونهش میدونید دین ارثی نیست، این دروغ تو قرآن بگردید میبینید دین ارثی نیست، دین شناخت میخواد، دین انتخاب آزاد میخواد. کدوم از مردم شما میشناسید که آزادانه انتخاب کردن دینشون رو و با شناخت؟ حتی اونایی هم که رفتن مسیحی شدن، اونا هم نرفتن دار بشناسن مسیحی بشن، از روی عکس العمل با استبداد دینی رفتن اینو ول کردن اونی کس. اینا رو ایناست که باید انجام بدیم. من دین دار شدم یا بی دین شدم میدانم چرا، خودم انتخاب کردم، با تحقیق انتخاب کردم. این عملها الان توشی هیچ و دنباله اون حرکته. شما دستگاه استبداد دینی رو اگر استبداد ریشه شاهنشاهی نرفته بود نمیدیدید. اینها مغز ما رو خورده بودن همون زمان. اینها توی مساجد صدای سگ و گربه از مردم در می آوردن، ولی به صورت سیاسی مستقیم دخالت نمی کردن، ولی ذهنهای ما رو استبداد زده کرده بودن. پردهشون افتاد، دیدیمشون. حالا اینا خیلی نکنن تازه ساخته شدن، چه قرنهاست وجود دارن، حالا دیمینیمشون، حالا چون میبینیمشون باید عذرشون رو بخوایم. ببخشید، امیدوارم پاسخ دادم به صحبت سوالشون. ممنون جناب آقای رفیعی. من فقط در ادامه صحبت شما یه مطلب کوتاهی عرض کنم، بعد بانو روژین عزیز رو میشنویم. این که فرمودین، من متوجه صحبت شما شدم. در واقع برداشت من اینه که از اشتباهات گذشته که در انقلاب قبل صورت گرفته درس بگیریم که تکرارش نکنیم. این برداشت من هست از
صحبت شما. اما خب باید در واقع من فکر میکنم عزیزانی که در سال 57 انقلاب کردن، حالا روشنفکرانی که بودن و این استبداد رو در واقع از هر چیزی که شما الان فرمودین رو بهش رسیدن و در مقابلش قرار گرفتن، اما یه جایی که باید اثرگذار می بود خاموش شدن و شاید اینطوری بگیم که به همه انگار رفتن تو خونه هاشون به یه حالت تعلیق برگشت، به خاطر اینکه ادامه انقلاب اگر ما در به قول معروف زیر سلطه حالا طبق گفته شما از واجدهی یا هر چیز دیگه ایران به آمریکا یا انگلیس یا فرانسه بود، ما در ادامه انقلاب ما الان زیر سلطه روسیه و چین قرار گرفتیم. یعنی از بابت این ما نه تنها تغییر نکردیم بلکه بدتر هم شده. و من فکر میکنم که اگر حتی از لحاظ دین در مساجد خب خیلی روحانیون خیلی کارا رو انجام میدادم، این 40 سال اگه اون موقع باز یکم جلوش میشد گرفته بشه، ولی این 43 سالی که گذشت به صورت کاملا چجوری بگم، یعنی قدرت دین بیشتر شده بود. شاید اون موقع یک موانعی میتونست وجود داشته باشه که مثلا حتی خمینی رو هم تبعید کرده بودن حالا بنا به هر دلیلی، ولی الان دیگه تو این 43 سال حکومت خود دینی و اسلامی بوده بر کشور و من فهم کنم 43 سال یه شستشوی نمزی مضاعف. یه نکته رو توجه داشته باشین که اونایی که سال 57 انقلاب کردیم ما ولایت فقیه نمیدونیم اصلا چیه. بله انقلاب نکردیم. بله دموکراسی انقلاب کردیم. بله اون انقلاب رو کودتا کردن سال 60، گذاشتنش کنار. چرا میگم اون انقلاب رو گذاشتن کنار؟ برای اینکه اون انقلاب 20 تا خواسته داشت. حتی یکی از اون خواسته هاش این رژیم برآورده که نمیکنه چی باش موافق نیست. پس ما با ضد اون انقلاب طرفیم که اسم خودشه گذاشته انقلاب، دادگاه انقلاب درست کرده، دادگاه ضد انقلاب خودشه میگه انقلاب، دادگاه جنایت خودشه میگه انقلاب. ما مردم ما که برای این وضعیت اقدام نکردیم. حالا من میذارم صحبت خانم روژین رو بشنویم، بعد تو همون مفاهیمی که مطرح کردم قدرت و آزادی با هم گفتگو میکنیم تا ببینیم که تا سعی کنیم با هم دیگه تجزیه طلبی های سیاسی رو شناسایی کنیم. خانم روژین هم روش اشاره کرد، البته با این مخالفت کردم با کجاها مخالفت ها عینیت دارن، کجاها ساخته های ذهنی هست. حالا میام پایین تا درست. ممنون، متشکرم آقای رای. بله بانو روژین عزیز بشنویم شما رو، بفرمایید. مشکرم دوباره چیزی صحبت کنم، فقط یه چیز کوتاهی میخواستم بگم. هم اشتباه حرفم رو رسوندم منظورم، و من هیچ تاییدیهی به هیچ شخصی ندادم که بگم شاهنشاهی خوبه یا حکومت جمهوری اسلامی خوبه. من اصلا هیچ تاییدیهی نکردم که بگم شاه خوبه، فقط منظورم این بودش که اگه اون زمان سال 57 شاه نمیخواست بره، اون انقلاب هم صورت نمیگرفت. منظور از این که خیلی شاه خیلی مهربون و خیلی کار درستی بوده نیستش. خودمون میدونیم که چه اتفاقایی افتاده که این انقلاب صورت گرفته بوده. من لازم به تاییدیه این نیستش که سند و فکت برام بیاد که شاه چقدر بده. این برای همه مبرهاست که واقعا همچی چیزی نبوده اگه کسی تحقیق و اینا کرده باشه. و همین، مشکرم. مرسی بانو روژین. خب جناب رای در خدمت شما هستیم. من گفتم اینجا الان در صحبت در با صحبت های خانم روژین، اینجا الان من لینکش رو براتون میذارم. ببینید خواسته های انقلاب 57 20 تا بود. یکیش عفو عمومی بود. اینا چه کار کردن؟ آمدن ایران، بلافاصله شروع کردن به اعدام سران ارتش و هویدا و اینها. ما چه کار کردیم؟ ما مردم یه عده زیادی هورا کشیدن. گروه های چپ و گروه هایی که با انقلاب بودن مثل سازمان مجاهدین و هورا کشیدن بیشتر اعدام کنید. یه اقلیتی بودن که گفتن نکنید، از خشونت رو جلوش نمیتونید بگیرید، ولی یه اقلیتی بودیم. تا این اون اقلیت گسترش، مردم از غذا به اون اقلیت رأی دادن تا
که آقای بنی صدر باشه، رئیس جمهورش کردن. اینا چه کار کردن؟ اون رئیس جمهور کوتا کردن گذاشتن کنار و تمام این داستانا رو سر ما جنگ ایران عراق در عرض 9 با ما مردم ایران میگم بردیم. این رژیم کودتا کرد کم پیروزی رو از مردم بگیره، ما با 5000 کشته اون جنگ رو بردیم، با 1,200,000 کشته جنگ رو باختن، جام زهر رو کشیدن. حالا روشون نمیگی 1,100,000 کشته، میگن صدها هزار کشته، 1,100,000 کشته، بیش از 500,000. برای چی؟ برای اینکه پیروزی رو از ملت ایران بدزدن و انقلابشون رو ضد انقلاب کنن، بعد بگن انقلاب. حالا من چرا اینا رو میگم؟ که توجه داشته باشن خانم روژین، تو اون کنسپت ما شما یک تجزیه تحلیل رو که میشنوین، لازم این تجزیه تحلیل در کنار تجزیه تحلیل ها قرار بگیره، نه در تقابل با تجزیه تحلیل ها. یه تجزیه تحلیل اینه که بله این انقلاب فرصت به شاه نداد، نگذاشت اصلاح کنه. اما یه تفسیر دیگه اینه که سال 32 کودتا کرد محمد رضا پهلوی، تا سال 57 وقت برای اصلاح داشت. سال 40 دهه 40 هم اومد انقلاب سفید خودشو کرد، به جای اینکه کشاورزی مملکت درست بشه در و داغونش کرد و خیلی کارهای دیگه. و چون احتیاج به آخوندها داشت چه کار کرد؟ آمد اتحاد کرد با کاشانی و اینا، تمام بلنگوها رو بست، بلنگوی مساجد باز گذاشت. سال 57 مردم از همون بلنگوها استفاده کردن، انقلاب کردن. پس انقلابی اول خودش بود. الان درگیری های دربار اومده بیاره. حالا من میخوام زیاد رو محمد رضا پهلوی و اینا چیز صحبت نکنیم تا ببینیم مشکل ما چیست. مشکل ما اینه سانسور بزرگ گیر کردین. شما گفتین ما میدانیم. نه، خیلی چیزا رو نمیدانیم متاسفانه. یه چیزایی رو میدانیم، یه چیزایی میدونیم، خیلی چیزا رو سانسور کردن، نذاشتن بفهمیم ما، نذاشتن بفهمیم که این 20 چیز انقلاب چیه، خواسته های انقلاب چی بوده، نذاشتن که اون صحبتایی که خمینی توی پاریس کرده رو سانسورش کردن. الان شما بخواید صحبتای خمینی رو تو پاریس پیدا بکنید، باید امثال من و آقای حمید رفیع و این آقای مجید قدسی بپرسید. ما نباشیم از کی میخواد بپرسید؟ همه چی سانسوره. کجا میخواد پیدا کنید؟ همه جا سانسور. چرا؟ به این علت که میخواهند خمینی بعد رو به شما جا بزنن و بگویند که این آدم مقدسی بود. یک جنایتکاری که مثل هیتلره، بدتر از هیتلره در زمینهای، حتی به این علت که این جرأت رو کرد بگوید هر که بگوید سر موضع هستم اعدامش کنه. حتی هیتلر هم اینو نگفت، سال 67 این کار کرد، کسایی که زندانشون تموم شده بگوید سر موضع هستم اعدامش کنه، دیگه چیزی بیشتر لازم نیست. هیتلر هم نکرد، استالین هم نکرد این کارو، این رول خمینی این کار کرد. حالا یک نکته این، ببینید سند انقلاب 57 گذاشتم براتون. انقلاب 57 سند داره، نه ولایت فقیه توشه، نه نمیدونم برای شما بگم این که نمیدونم محارب با خدا و نمیدونم اینا توشه. ما اشتباهات داشتیم سال 57. یکی اینه که ما شعار حکومت ملی میدادیم مصدقی ها، ما ها مصدقی ها، من، آقای رفیع، آقای مجید قدسی، اینا که اینجا هستیم و خیلی های دیگه، ماها اشتباه کردیم، شعار جمهوری اسلامی رو پذیرفتیم، اما شعار حکومت ملی خودمون رو باید میدادیم. فکر میکردیم چون سند داره حکومت شعار جمهوری اسلامی رو که میدیم منظور همین سنده است. نمیدونستیم دیوار آشا بلنده، ما که نمیدونستیم یک مرجع تقلید میاد دروغ میگه و چیزه، میگه که من اونو برای خارجی ها گفتم توی پاریس، برای شما چیزی. حالا چرا اینا رو میگم؟ به خاطر این که از جمله چیزی که قابل مقایسه است با چیزی که قابل مقایسه است مقایسه کنیم. اقتصاد فعلی قابل مقایسه با اقتصاد زمان شاه نیست، برای اینکه الان 40 و چند سال گذشته. اگر اون رژیم میمان 40 و چند سال بعد، نتیجه اون انقلاب اون چیز چی میشد؟ اون اقتصاد چی میشد؟ پس یک مقایسه کنیم بین مقایسه ها و در این حال
تفسیرهای گوناگون از اون انقلاب وجود داره، خیلیاش سانسوره، خیلیاش هم وجود داره، از جمله تفسیر اصلاح طلبی هم وجود داره، از جمله تفسیر اونهایی که اصلا انقلاب رو قبول ندارن هم وجود داره، تفسیر اونهایی که خودشون دست اندرکار بودن در اون جنبش مثل آقای حمید رفیعی وجود دارن و اینها به شما خوانده رو تحویل نمیدن. آقای حمید رفیعی که حرف میزنه خودش تاریخه، خودش تاریخه، زندگی کرده تمام این چیزها رو، تو این بلاها رو خودش دستن در کار بوده و بنابراین تاریخ زنده است. این آدم آمده با شما داره رو چی گفتگو میکنه؟ رو اون چیزهایی که براش اتفاق افتاده، برای اون کسایی که به زور گذاشتن کنار انتخاب افتاده. حالا چرا؟ یه سری ضعف‌ها از ما بوده، درسته، اما یه سری ضعف‌ها هم از فرهنگ ما ایرانی هست. یکی از ضعف‌های فرهنگی ما ایرانی ها اینه که کاری رو که شروع میکنیم نصف کاره ول میکنیم، دقیقه 90 هستیم، وامیسیم 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 تا دقیقه 90 اون کار انجام بدیم. نکته دیگه این هستش که به بدبینی فضای گسترده میدیم، اجازه دخالت گسترده میدیم به سوء زن، نمیگذاریم که در واقع واقع بین باشیم، خوشبین و بدبین هستیم. یکی از ضعف‌های ماست. ضعف دیگه ما این هست که فکر میکنیم که درگیری نسل‌ها وجود داره. نه، من خانم این کیلا صدیقی نکته خیلی جالبی رو گفتن، برام جالب بود، گفت ما بودیم که این بچه های 80 رو تربیت کردیم، ما ضعف‌های خودمون رو دیدیم، در گشتاده کار ماست، تو خونه اینا رو ما اینجوری بارا بردیم. راست میگه، اون ضعف‌ها رو دیدن تو خونه ما. یکی از تاریخی ما ایرانی ها نگاه کنین، خونه های ایرانی دیوارش بلنده، تو اروپا نگاه کن دیوارا کوتاست، برای اینکه ما یه حریم خصوصی داریم یه حریم بیرونی داریم. ما تو خونه یه جور صحبت میکنیم، تو بیرون یه جور صحبت میکنیم. تو خونه با آزادی به بچه‌ها صحبت کردن که این در اومده، دهه 80 در اومدن، دهه 70 در اومدن، خودشون الان آمدن میان، پدر بزرگ مادر بزرگا رو نگاه کنیم میان تو خیابونا. حالا پدر مادر اگه نیان، پدر بزرگ مادر بزرگا زیاد میان، اینجوری که من شنیدم و تو خبرها اینا میبینم. چرا؟ به این علت که دست گل خودشونه، میدونن این راشینه، راشینه به خاطر از کاوه آهنگر. تا حالا ما ایرانی ها هر وقت جامعه موفقی داشتیم جنبش همگانی کردیم و همواره جنبش های همگانی بودن که فضا رو باز کردن برای ما ایرانی. تو این فضای همگانی هم یاد گرفتیم به جای خشونت رو با خشونت جواب دادن، به جای در مقابل خشونت عدم خشونت رو انتخاب کردن، خشونت زدایی کنیم، به اندازه دفاع در موقعیت دفاع عمل کنیم. حالا این مسائل رو یک نکته هم اضافه میکنم، میام پایین که آقای رفیعی صحبت بکنن، و اون این هستش که ما تا زمانی که نتوانیم صفوف مشخص رو شناسایی کنیم، آنهایی که بیان آزادی رو قبول دارن، یعنی دموکراسی رو قبول دارن، استقلال رو قبول دارن، آزادی رو قبول دارن، لایسیته رو قبول دارن، حقوق انسان رو قبول دارن، رشد بر میزان عدالت رو قبول دارن، عدالت اجتماعی رو قبول دارن، تا اونهایی که تو این فضا هستن شناسایی نکنیم، مرزها قاطیه، همه چی ریخته به هم. معلوم نیست، ادعا زیاده، موقعی که یه جایی لحظه پیروزی میرسه همه میریزن، معلوم نیست که کی درست بوده. بنابراین لازمه از نظر من به تاریخچه آدم ها توجه کنیم، اینا تاریخچه سیاسیشون چی بوده؟ دروغ گفتن؟ نگفتن. وعده تو خالی دادن؟ ندادن. آمدن بازی های فکری درست کردن؟ نکردن. حالا میخواد این شخص رضا پهلوی باشه، میخواد بنی صدر باشه، میخواد نمیدونم فلان اصلاح طلب باشه، میخواد هر کسی باشه، اونهایی که به مردم باقی ماندن و پایدار باقی ماندن و اصول خودشون رو به طور مشخص مرتب صیغل دادن، ضعف‌های خودشون رو دیدن کجاست. بنابراین یه معیار رو در اینجا در نظر بگیریم، بهترین آدم ها کیان؟
بهترین شخصیت ها کیان؟ آیا اونایی هن که هیچ اشتباهی نکردن که وجود نداره؟ یا اونایی هن که شهامت نگاه کردن به خودشون رو داشتن، انتقاد از خودشون کردن و اشتباهی خودشون رو ترمیم کردن؟ کی؟ همون زمان عمل، نه بعدن که ادعا بکنن. میام پایین که دوستان صحبت کنن. مرسی. ممنون جناب رئیس. جناب رفیق بفرمایید، در خدمت شما هستیم. متشکرم. من خواستم اطلاعی بهتون بگم که این صحبت که دوستمون فرمودن شاه نخواست بکشه و رفت صحیح نیست. شاه آقای بختیار رو گذاشت، امیدوار بود که بختیار که انتخاب کرده مردم رو آروم کنه و با اون حکومت بعد از یه مدتی برگرده، همون کاری که زمان 28 مرداد کرد. قبل از اون در 31 تیر وقتی که جنبش موفق شد، همین آقا بوره با خانومشون زمان ثریا رفتن روم تا اوضاع رو به مشخص کنن، تحریک کودتا آماده بشه و برگردن. اینجا هم قرار بود که آقای بختیار اگر موفق نشه، اسنادش هم، کودتا کنه. یک جنرال آمریکایی هم اومده بودن در ایران که اجرای کودتا رو انجام بدن. فقط چیزی رو که فکر نمی‌کردن این بود که فرماندهان ارتش حاضر نشدن کودتا کنن. بله، این یه واقعه. فرماندهان ارتش زیر بار جنرال آمریکایی که قرار بود که طرح اجرای کودتا رو انجام بده، معذرت. بنابراین اینجوری نیست که شما فکر کنید که آره فردا آقای خامنه ای در رفتن بگیم که ایشون خواستن نکشن بیشتر از این. این حرفا نیست. تا بتونه بمونه و امکان داشته باشه بمونه، میمونه. فقط وقتی که بهش بگن بهتره که شما این کارو بکنید، شما به ما فرصت بدید، شما برید، ما بگیم که نه نعلین، نه نمیدونم، نه پوتین، اینجوری مردم رو برگردونیم به خونه هاشون، بعد شما میتونید برگردید. ما اونجوری هم بگید ما اصلاحات میکنیم و این چیزا، ولی استبداد همه کار میکنه. آقای خاتمی رو آوردن سر کار برای خاطر اینکه مزیه میکانوس چنان شده بود که ما فراموش نکن، مزیه میکانوس در دادگاه سران رژیم جمهوری اسلامی محکوم شدن. دولت آلمان فشار آورد به قاضی که مانع بشه که قاضی دادگاه بنا به اسنادی که پیداشت که همین دوستان آقای بنی صدر تهیه کرده بودن به دادگاه ارائه داده بودن، محکوم کرد آقای رفسنجانی، آقای خامنه ای، اینا همه محکوم شدن در اون دادگاه. بلا فاصله برای رژیم، برای اینکه بتونه ثباتش رو پیدا کنه از نظر این، فرصت داد که آقای خاتمی از صندوق بیاد بیرون. اون یکی رو کردن ظالم، اون یکی اسمش چی بود؟ آره الان هم شده اون اصلاح طلب خودش، اون نوری. و این بازی ها هست. شما بهتون میگم استبداد برای بقاش هر حیله و هر ظلمی، اگر با حیله بشه چه بهتر، اگر نه با خشونت. ولی یه موفقیت ما داریم بعد این 40 سال به نام دین اینها استبدادشون رو کردن، توجیه میکردن. امروز ریخته، خیلی ها میدونن که اینا ضد دینه. اینا فقط مونده خشونت محض، یعنی هیچی دیگه جز خشونت نمونده. و اینو بهتون بگم، این یه خبر خوبه برای خاطر اینکه ملتی که مقابل تصمیم بگیره خودش رو آزاد کنه، خشونت محض هیچ وقت مانع نخواهد شد. تا وقتی که استدلال مرامی دینی، امنیت کشور، اگر من برم ایران ایرانستان می شود، از این چیزا باشه، بله میمونه. اون چیزی هم که شما فرمودید در مورد اینکه اون آخونده اون زمان اینجوری نبوده، من حق با شماست. من گفتم دوتا ریشه ها با هم همکاری میکردن. زمان کودتا علی مصدق هم کاشانی اگر نبود به کمک شاه نمی آمد، 26 خرداد کودتا شکست خورده بود. 28 خرداد که موفق شد، برای اینکه آقای کاشانی همکاری کامل کرد با شاه در رابطه با کودتا، و این همکاری ها بود. دکتر شریعتی رو میخواستن سانسور کنن یا افکار غیر حوزه علمیه که میخواست بگه حوزه علمیه،
دکونه، این مغز ما رو خورده، اینا چرت و پرت میگن، اسلام چه ربطی به اسلام داره؟ بلا خود شاه کمک میکرد که سانسور بشن تا اونا فضاشون داشته باشن. اونا هم در فضاشون که داشتن آقای شاه کمک میکردن. آقای شاه راته میگفت، میگفت من امام زمان رو خواب دیدم، اومد دست منو گرفت بلند کرد، نمیدونم از این چیزا میگفت. میگفت من ازش پرسیدم خوش علا حضرت شما شراب میخورید؟ مردم شما نمیگن که شما چرا شراب میخورید؟ گفت مردم من باور دارن که وقتی من شراب میخورم در دهان من تبدیل میشه به آب زلال میره پایین. یعنی انقدر ما خر بودیم برای ایشون. ایشون مشروبشو بخوره، ما به پا باور کنیم که آب زلال میره پایین. آقا جو این تو اینا با ما شده، اینا تاریخ ایرانه. حالا این بدتر از میگم یه چیزی بهتون میگم، اون پرده که شاه ریشه که ضعیف شد رفت، این گردن کلوف اومد بیرون. اول انقلاب مرحوم طالقانی چندین بار چیز کرد، پسرش رو بردن دزدیدن مخفیانه، به تهدیدش کردن. آخرم بهتون بگم معلوم نیست چجوری کشتنش. آی بنیسه چندین بار گفت که خطر مردم، من بهتون بگم به نام دین دارن استبداد میخوان. ولی متاسفانه اینو باید بفهمیم که اگر فردا پیروز شدیم، فردا همونجور این دوستمون گفت تونستیم به هر شکلی از این استبداد خودمون بیاریم بیرون، چی کار کنیم که یه عده تمامیت خواه بازد و بند بادن با قدرت های خارجی دوباره یه استبداد دیگه به همون نسازن. همه حرف اینه، آقای رایی راست میگه، ماها عاشق ایران و استقلال و آزادی ایران بودیم. ما ابدا فکر نمی کردیم که میخواد یه استبداد دینی بدتر از استبداد قبلی بخواد حاکم بشه. حالا چی کار کنیم که استبداد بدتر نیاد؟ شما چجوری میتونید به دیگر قبلی ها بگید خوب نیستید، همون راه رو بخوای بری و بدونی که بدونی فردا چیست؟ ما ها نمیدونستیم فردا چیست. هنوز وایسادیم که اون فردای خوبی که آرزو داشتیم به دست بیاریم. و به شما میگیم با ما باشید، ما اون راه رو ادامه دادیم، شکست خوردیم، ولی میدونیم دلایل شکست حد چیست. بیاییم به شما بگیم که شما همون اشتباه ها رو ما رو نکنید. ضعف هایی که با جامعه ایرانی هست، یکیش همین تجربه رو تو نیمه ول کردن رو ول کنیم، رها کنیم. اگر تجربه انقلاب میخوای بکنیم، انقلاب ملت ایران، تمام ملت ایران در خیابان بود. یعنی شما 90% مردم ایران توی انقلاب شرکت داشتن، از پیر و زنان و خانوما. بهتون بگم برخلاف همه چیزایی که میگم، خانوما ردیف اول بودن. تا یه نوار آهنگی هست، نمیدونم شما بعضیتون شاید شنیده باشید، یه خانومی داد میزنه فرار نکنید، وقتی شاترون کن تیراندازی یه زنی که فریاد میزنه فرار نکنید. بعد که شاه رفت، آقایون طبق معمول گفتن خانوما جای شما منزل آشپزی بس دیگه، شلوغاتونو کردید کافی. الان دنباله همون جریان انقلابه که زن حقوقشو داره پیدا میکنه، فهمیده که چی آقا من برم تو خونه، شما آقا بفهمید تو خونه بایستیم با هم دیگه کمک کنیم، کار خونه رو با هم انجام بدیم. بنده زنم میخوام کار کنم، میخوام رشد کنم، میخوام ترقی کنم و حقمه به عنوان انسان. من بیشتر از این خواستم فقط توضیح بدم که درست فهمیدید تجربه رو ادامه دادن یعنی ضعف‌ها رو رفتن کردن. آقای رای توضیح داد ما آرزومون استقلال و آزادی ایران بود و هست و ادامه میدیم تا به دست بیاریمش. و اونایی که امروز میخوان همون خواست دارن از ما بپرسن که اگر داشتید از چی شد شکست خوردید؟ نه کسی خونش بر نگشت. اون زمان آقای خمینی وقتی برگشت به ملت ایران گفت 35 میلیون شما بگید بله، من میگم نه. شما اگه این حرفو تو فرانسه هر کسی بزنه، آقای دوگل زنده بشه به بزنه، فوری فرانسوی تو خیابونم میگه بیا پایین آقا، بیا پایین غلطات زیادی نکن. شما آقای ملت ایران کجا بودی؟ این آقا میگید بیا پایین مرد حسابی، من تو رو بردم گذاشتم تو ما به عنوان علاقه، حالا تو به من میگی اگه هممون بگیم بله تو میگی نه، تو غلط میکنی، بیا پایین. نگفتیم از کسی دیگه ایراد نگیریم، تقصیر خودمونه نکردیم. فردا اگر کسی دوباره جرأت کرد به ملت ایران بگه من بهتر از شما صلاحتون رو میدونم،
باید بگیریم بیانش پایین، میگه شما غلط میکنید. اگر این کار کردید دیگه، و اینش میگن درس گرفتن از تجربه، رفع ضعف گذشته. اینا هست من میتونم میگم ضعف ها، که اگر نکرده بودیم، فرصت ها رو نسوخته بودیم، این برای سانو نمیمون. ببخشید من خیلی صحبت پر حرفی کردم، ببخشید. ممنون آقای رفیع، متشکرم از صحبتاتون. فقط چون تقریبا زمانمون کم مونده، جناب رای اگر که موافق باشین، من فکر می‌کنم بحث آزادیمون مفصلمون بله می‌خواید حالا بله آقای صدارت رو بشنویم. پس ما این جلسه رو همون قدرت رو اگه بخواید ادامه بدیم، چون هفته آینده منظور شما بله آزادی رو بله راجع به صحبت کنیم که مفصل. هفته آینده من موقعی که در مورد حقوق صحبت میکنیم، در مورد آزادی هم صحبت میکنیم، یا میتونیم ادامه دارش کنیم. بله حتما حتما. خب جناب صدارت درود بر شما، خیلی خوش آمدین به این جلسه ما، میشنویم شما رو، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم به همه دوستان، یکی یک اسم نمیبرم که سریع میکروفون رو آزاد کنم برای بقیه. خوشحالم که در جمع دوستان هستم، به خصوص دوستان جوانتر که تجربه بیش از دو نسل رو داریم با هم دیگه به اشتراک میذاریم و راجبش صحبت میکنیم. در مورد این جنبش که الان یک مسئله بسیار بسیار مهمی است که اتفاق افتاده توی میهن ما، نه فقط تو منطقه، نه فقط بلکه در دنیا، این لازم فکر نمیکنم باشه که واسه این جمع این رو توضیح بدم چطور میتونه آفت داشته باشه. آفتش قدرته. ما در سمت مردم، البته امیدوارم که فرمایشات شما رای رای تکرار نمی کنم، برای اینکه من از جلسه افتادم بیرون و دوباره... ما از قضا همین در مورد قدرت صحبت کردیم، به آزادی نرسیدیم چون خودش بحث طولانی شد. نه بفرمایید، راحت باشید، خواهش میکنم. بله به هر حال میبخشید دوستان، اگر که صحبتایی که شده رو تکرار میکنم، من متاسفانه الان ساعت 12:01 که ماست و یه مقدارم افتادم بیرون در این محل. به هر حال اگر که بخواید ببینید که چی راه درستتونه، به شما حالا یه جور دیگه میگم، به خودم، من به خودم میگم که چه جوری بفهمم که راه درستم چی هست. این اتفاقی که الان افتاده کار درستیه که منم انجام بدم یا غلطه؟ مثلا همین مسئله وکالت که چند بار بهش اسم ازش یاد شد. خب من میام به کی گوش میدم؟ من میام به شما گوش میدم که تو خیابون چی گفتید؟ گفتید پشت به قدرت روی به ملت، پشت به قدرت روی به ملت. پس اگر که این وکالت که من وکالت گیت بهتره بهش بگیم، این وکالت از قدرت نشأت گرفته، من لاجرم به او پشت میکنم و به ملت روی میکنم در هر کنشی. الان ببینید تازه داره شروع میشه این داستان، تازه داره شروع میشه این داستان. این مسئله وکالت و توییت و اینها به غیر از بی‌آبرویی چیزی دیگه نداشته واسه اون آقا، و واقعا نمیدونم که این کسانی که به ایشون مشورت میدن چه دشمنی باهاش دارن که این رسوایی ها رو به اصطلاح به عنوان مشورت مشاوره بهش میدن که انجام بده، اونم به خاطر به اصطلاح عدم آگاهی سیاسی میکنه و وارد این بازی میشه. قدرت های خارجی بیشتر از ایشون نتونستن برای ما یک بدیل وابسته درست بکنن. این بسیار قابل خوشحالی هست که در کشورهای منطقه اونها موفق بودن این کار رو بکنن، در کشور ما بیشتر از این نتونستن بکنن. ولی متاسفانه با زور مغزشویی، با زور پروپاگاندا، با زور رسانه ها میشه اون رو غالب کرد، به عنوان اینکه به هزار جور علت، به هزار جور توجیه. که حالا بریم جلو، من یه جلسه ای رو ضبط شده شو گوش کردم، یک آدمی که حدود مثلا 70 و چند سالشه، در آزادی خواه هم از تمام عمرش، میگه حالا ایشون به هر حال به عنوان کاتالیزور ازش استفاده بکنیم تا بعد ببینیم چطور میشه. نه اصلا، این میشه روی به قدرت پشت به ملت. یه جوری از توش به ضرر ملت در میاد، هر جوری که بهش بخواید نگاه بکنید، آینده یه جوری میشه که به ضرر ملت خواهد شد. در نتیجه مثلا حالا یه مثالی همین الان یادم افتاد، توی همین امریکایی که من هستم، یه تبلیغ 30 ثانیه‌ای 1 دقیقه‌ای واسه اینه که شما مثلا یه ماشین بخرید، یا
یه ماشین 30,000-50,000 دلاری در مقابل مثلا رقباش. واسه اون 1 دقیقه 30 ثانیه مثلا 1,000,000-1,500,000 دلار پول میدن. اون کسی که این کارو میکنه مسلما دیوانه نیستش که این پولا رو همجوری خرج بکنه. مسلما اون 30 ثانیه 1 دقیقه برای یک تصمیم 30,000-50,000-60,000 دلاری مؤثر بوده که اینا این کارو میکنن و دارن دقیقاً به همون شکل فروشندگی یه برندی رو دارن میکنن. یه برند درست کردن، یک نام تجارتی درست کردن به اسم شاهزاده که اومده و میخواد این برند رو بفروشنش. من توی مصاحبه ای داشتم یه کسی که بلندگوی آقای پهلوی هست، یک کامیون هم عنوان میکشه دورش، فلسفه سیاسی و علوم سیاسی و دکتر فلان از این حرف. ایشون در عرض 3 دقیقه که داره به خاطر اینه که این چیزها رو بسیار تکرار کرده، یک سری از مطالبی رو که برای مغزشویی لازم هست، مثل همون 30 ثانیه تبلیغ ماشینی که براتون گفتم، اینا رو جمله وار تون 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 پشت سر هم ردیف میکنه. در اون 16-17-20 دقیقه که ما مصاحبه داریم، ایشون به اندازه 5 ساعت پیام میرسونه. منی که بار اولم هست در اون میدیوم شرکت کردم، فقط فرصت دارم که یکی دو تاشو در اون 3 دقیقه که به هم به من داده میشن جواب بدم. پس من چی تصمیم گرفتم؟ تصمیم گرفتم که اصلا خودم رو تو محدوده واقع نکنم و اصلا در ابتدا از من پرسیدن وکالت نظرت چیه؟ گفتم بخونیم ببینیم وکالت چیه. نوشته پرنس رضا پهلوی برای چی؟ برای اینکه to lead the movement. اولا چرا باید پرنس اونجا باشه؟ ایشون از خودش چی داره؟ چرا یه کسی دیگر رو نذاریم؟ چرا یه شخصی دیگر رو بیاریم بذاریم؟ این اولا میشه. دوما اینه که to lead the movement. Lead the movement به کجا؟ اونجا میخواستم بگم که حالا اینا چی میگن؟ میگن بره با سیاستمدارا دولت‌های خارجی صحبت بکنه. مثلا از جمله کسایی که این باهاش صحبت کرده آقای مکین بوده، جان مکین بوده، که کمپین مبارزاتیش این بودش که بریم ایران رو بمباران کنیم. یک آهنگ جلف بام 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 ایرانم میخوند توی کمپین مبارزات انتخاباتیش. یا اینکه با آقای شلدن ادلسن، یک صهیونیست بسیار پولدار هتلدار توی لاس وگاس هست که جنگ طلب، جنگ گستر و خشونت گستره، با ایشون عکس داره توی نشست و برخاستا شرکت میکنه. این آقای ادلسن میدونین چی گفته؟ گفته که اینا خیلی پررو شدن. اینا یعنی ما، یعنی من، یعنی شما، یعنی ایرانی ها خیلی پررو شدن. یه بمب اتم اول تو اون کویرای اون وسط ایران بندازین، اگه آدم نشدن دومیشو بندازین تو تهران. خب حالا من وکالت میدهم که آقای شاه، نه آقای شاهزاده رضای پهلوی، تو لید رهبری بکنه این جنبشو به سمت کی؟ که میبره به خارجی ها صحبت بکنه. با کیا؟ این دوتا مثالش. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم دفاع پیروزمندانه از خودمون رو توش داریم. اینو روزی 5 بار تکرار کنیم برای خودتون، برای اینه که این چیزایی که باعث شده که آقای رضای پهلوی مطرح بشه یک جنگ روانیه و کسانی که قبول میکنن وکالت ایشون رو یا اصلا مطرح بودن ایشون رو بیشتر از شکست خوردگان در این جنگ روانی نمیشه یاد کرد ازشون. ولی ما بیشماریم. الان شما میتونستید جای دیگه ای باشید، لزومی نداشت اینجا بیاید وقتتون رو بذارید. این گروهی که اینجا جمع شده و کسان دیگه ای که توی خیابون‌ها هستن، خیابون‌های حقیقی و مجازی، ما میتونیم فائق بیاییم بر جنگ روانی که ایران اینترنشنال داره، بی بی سی داره، صدای آمریکا داره، من و تو داره و بقیه رسانه‌هایی که در اختیارشون هست. ما نداریم اون پول و سرمایه و نفرات و عده و عده رو، ولی ما بیشماریم. تازه اینم تو خیابونای تهران جوانای ایران گفتن دلگرمی واسه، حالا نمیخوام بگم پیرا، واسه خود مسن‌ترهای ایران که ما بیشماریم.
و بیشمار وسایل دفاعی از خودمون رو داریم. فقط نباید مرعوب بشیم. برای هر تصمیمی هم همین یه چیز رو تو ذهنمون اگر باشه، این یه چیزی هم توی به اصطلاح جای خاصی نیست، تو خیابونای تهران گفته شد، پشت به قدرت، روی به ملت. اگر که روی به ملت کردیم، میشه همه ملت با هم میتونن تعامل بکنن، به خاطر اینکه ملت آن چیزی که با هم دیگه به اشتراک دارن حقوق ذاتیشون هست. اونو که بذارن وسط، با هم دیگه اون وقت میتونن کار بکنن و این شر استبداد رو، نه اینکه فقط خامنه ای بره، نه اینکه فقط مستبد بره، استبداد بره، این شر استبداد رو میتونیم به کمک هم دیگه از کشورمون بکنیم. خیلی ممنونم از وقتی که دادید. سپاس از شما جناب صدارت گرامی. خب جناب رای در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خیلی ممنون. توجه داشته باشیم که ما سال 57 که انقلاب کردیم، دو تا جبهه سرمایه‌داری و مارکسیست و دنیا بود. این معتقد بود که باید رفت توی این جناح، اون جناح معتقد بود که باید رفت تو اون جناح. و توجه باید داشته باشیم که پشت سرمون ما یه سری از جبرها رو پشت سر گذاشته بودیم. اینکه برترها باید بیان مادونها رو اداره بکنن، نازیسم پیش آورد یا استالینیسم پیش آورد، ما اون رو پشت سر گذاشتیم. نجات پرستی رو پشت سر گذاشته بودیم. اینکه باید در واقع جبر پرولتاریا و استالینیسم پیش بیاد رو گفتم و جبر کمونیسم رو باید بر دنیا حاکم بکنیم. مکارتیسم رو تو امریکا پیش آورد و استبدادهای نظامی رو که امریکا در حداقل 40 کشور دنیا، میگم حداقل برای اینکه میتونه 41 دوتا باشه، کودتا کرد. ما جبر عقب ماندگی رو به ما با جبر رشد خواستن به خورد ما بدن. در ایران خودمون این کار خواستن بکنن، در کشورهای دیگه. یعنی ملت خیلی عقب افتاده است، لازم اینو بکشیمش بالا، رشد بکنه و با این استبداد رو به ما تحمیل کردن. ما به ما در واقع جبر بیدینی و لاابالیگری رو به جای دین هم به خورد ما دادن. یعنی حالا دین که نمیشه، بیا بیدین بشو. و بیدینی هم که چی؟ تعریف مشخص، نه پادرهوایی، جدا کردن فرهنگ از قسمت‌های مثبت حتی تاریخ خودمون یا دین خودمون. مولوی رو داریم تو دین خودمون، ما دیگه سعدی رو داریم، حافظ رو داریم، اینا افکار ری هستن که در مقابله با دین بودن. اما با کدوم دین؟ دین قدرت. بعد بناهای آزادی رو تو مملکت ما ریختن. مولوی بود که گفت عقل لازم داریم، با اون عقل عقلتون فکر کنید، چرا بخواید با عقل قدرتمدارانه فکر کنید؟ پس جبر لازمه که به این مسئله توجه کنیم. برای پیروز شدن، برای پیروز کردن این جنبش، لازم معرفت ما بچربه بر معرفت رژیم و به قول آقای صدارت وارد جنگ، تو جنگ‌های روانی نبازیم. برای اینکه اگه تو جنگ روانی ببازیم، انواع اصلا همین جبرا رو به خورده ما میدن که این گونه است، اون گونه نیست، اون گونه نیست، اون گونه نیست. و لازمه توجه کنیم که همواره یه فرهنگ در مقابلش یه ضد فرهنگ است، یه دین در مقابلش یه ضد دین است. همه اینها هم سعی میکنن که یه جوری بگن که مردم در واقع گول بخورن. چرا؟ برای اینکه اون کسی که به آزادی اعتقاد داره، اعتقاد داره باید راست گفت، تمام راست رو گفت و غیر از راست رو نگفت. اون طرف مقابل به چی اعتقاد داره؟ به اینکه تردستی لازمه، سیابازی لازمه، گول زدن لازمه، توده درست کردن لازمه، خس و خاشاک درست کردن لازمه. بیادن باید بیان برای مردم سرنوشت تعیین کنن. سرنوشت مردم رو باید بذاریم یه دی تعیین بکنه که میفهمن، شعور دارن، نخبه هستن. پس دعوا سرش چیه؟ ما با کیا دعوا داریم؟ با اونایی دعوا داریم که ما میگوییم آقا بالا سر نمیخوایم، خودمون بلدیم خودمون رو اداره کنیم. یه دی میگن نخه، شعورش ندارید شما، یه آقا بالا سر لازم دارید. حالا میخواد از نظر دینی ولی فقیه باشه، از نظر غیر دینی نمیدونم یه عده نخبه باشن، اولیگرش باشه، یا نمیدونم حزب تراز نوین طبقه کارگر باشه، نمیدونم انواع اسامی بازی‌ها رو. چرا؟ تا چماق
سرنوشت سازی رو مرتب تو سر ما بکوبن و بنابراین لازمه ما توجه کنیم شخصیت های سیاسی که جلوی ما هستن آیا دنبال دموکراسی هستن، دموکراسی براشون هدفه به معنی اینکه ما اداره جمعی میخواییم چگونه از طریق جمهوری یعنی شوراهای مردمی، چگونه از طریق تصمیم هایی که مردم در این شوراهای مردمی میگیرن، چگونه از طریق مجریش تصمیم هایی که ما در این شوراهای مردمی میگیریم دولت، یعنی دولت مجری میشه نه تصمیم گیرنده، خود جامعه تصمیم گیرنده میشه. جمهوری یعنی شوراهای مردمی، شوراهایی که با هم ارتباط های درهمی ایجاد میکنن. مثال بزنم برای شما، آموزش و پرورش رو ما میخواییم توی این آینده ایران درست کنیم. الان میدانیم که در آموزش و پرورش این سیستم کنترل و رقابت که امتحان بگیریم و بینیم کی بهتر و اینا، حداقل 27% بچه ها رو محروم میکنه از رشد مناسب. کی این تصمیم رو گرفته؟ نهاد آموزش پرورش. راه حل چیه؟ شورای مردمیه. چگونه؟ متخصص روانشناسی میاد اظهار نظر میکنه در این مورد این مشکل، متخصص جامعه شناسی میاد اظهار نظر میکنه، پدر مادرها، انجمنهای پدر مادرها اظهار نظر میکنن، خود دانش آموزا اظهار نظر میکنن، باستان شناسا اظهار نظر میکنن، تجربه کشورهای دیگه دیده میشه، مقایسه میشه، راه حل های مناسب پیدا میشه، ارتباط کودک با شادی پیدا میشه از نظر روانشناسی به عنوان مثال، ارتباط رشد با حقوق پیدا میشه و یک سیستم آموزشی به عنوان مثال مثل فلان درست میشه که بچه ها راحت رشد میکنن، یا مثل دانمارک درست میشه. پس بنابراین ما میتوانیم خودمون رو اداره کنیم. به چه علت؟ انسانی هستیم که شعور داریم. دارم برمیگردم به اول صحبت خودمون که بحث رو تموم کنیم. ما انسانی هستیم شعور داریم، ما انسانی هستیم که مستقل آفریده شدیم، یعنی قبل از این که فکر کنیم یه سیستم فکر کردن در ما نهادینه است، با اون به دنیا آمدیم که اسمش حقوقه. ما پیش از این که فکر کنیم معیار داریم، معیارهای چسبیده به وجودمون که اسمش حقوقه. این حقوق موجب میشه ما میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم اندازه ها رو پیدا کنیم، میتوانیم ارتباط های درست رو پیدا کنیم، میتونیم ارتباط هایی که جای همدیگر رو تنگ نمی کنه پیدا کنیم و ارتباط هایی که جا رو تنگ می کنه پیدا کنیم. ما میتوانیم جلوی بازی های فکری رو بگیریم. پس موجود مستقل هستیم. ما تو این رابطه مستقل با طبیعت خودمون که باقی میمانیم گول نمیخوریم، به شرطی که این سیستم رو خوب شناسایی کنیم. ما تو این سیستم احتیاج به بازی زور نداریم، ما تو این سیستم راه حل‌هاشو داریم، ما تو این سیستم میتوانیم با هم جمع بزرگتر تشکیل بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما تو جهان هستی، جهان مجموعه ها هستیم، یک مجموعه هومئوستازی داره، تعادل درونی داره. اگر از این مجموعه وارد مجموعه بزرگتر بشیم با همین خصوصیات حقوقیش، مجموعه بزرگتر هم مجموعه هومئوستازیک میشه، میتونه مثلا جامعه ملی باشه، جامعه‌ای که بر مبنای حقوق هستش، جامعه‌ای که در اونجا که به جایی که بر منافع فکر بکنه بر حقوق فکر میکنه، با حقوق اندازه رو پیدا میکنه، توی اون اندازه که پیدا کرده حالا میخواد منفعت طلبیاش هم بکنه، نمیدونم رقابت های اقتصادیشو بکنه یا انواعشون میکنه، اما اندازه رو حقوقی تعیین کرده. بعد این مجموعه میخواد بره تو منطقه، باز با همین حالت هومئوستازیک، با همین حالت توحیدی خودش، با همین حالت متعادل خودش میره و تو اون مجموعه هم موفق خواهد شد. اگر نکنیم از یک جمع میریم تو جمع بزرگتر ناموفق، از جمع بزرگتر میریم تو جمع بزرگتر ناموفق. پس الگوهای فکری انسان مستقل، جامعه مستقل رو داریم. به میزانی که عمل میکنیم فضای قدرت رو تعیین میکنه، به میزانم که عمل میکنیم فضای قدرت گسترش پیدا میکنه. خیلی ممنون، مرسی که از حوصله کردین و این بحث رو شنیدین. مرسی.
خیلی ممنونم جناب آقای رایی با موضوعی که پیشنهاد داده بودیم و در موردش صحبت کردیم. واقعا این روزها لازم هست که در مورد تمام این مسائل جز به جز در واقع صحبت بشه که در واقع کمک کنیم از لحاظ همون صحبتی که فرمودین که در مورد هر چیزی بهتره که انسان ها تفکر کنن، بررسی کنن، تحقیق کنن، بله گفتگوها رو بشنون حداقل و که در نهایت به یک نتیجه شخصی با اون معیاری که شما فرمودین رو داشته باشم. خب اگر دوستان عزیز در مورد موضوع امروز برنامه تمایل دارن که اظهار نظری داشته باشن و یا مشارکتی داشته باشن خوشحال میشیم بشنویم و در غیر این صورت جلسه رو به اتمام برسونیم. بسیارم عالی. خب بله جناب آقای رفیعی بفرمایید. خواهش میکنم. من فقط باز تشکر کنم از همتون برای اینکه برنامه برگزار شد و امیدوارم این نوع برنامه ها باشه. یه توجهی هم بدم که مهمه، اینکه مثلا در انقلاب ها و جنبش ها دو نیرو سیاسی اجتماعی موازی هم حرکت میکنه، اینو باید داشته باشه. یه عده وفادار به اون خواست ها میمونن، خواست های انقلاب، یه عده دنبال این همیشن که اون جای خالی شده مستبد قبلی رو پر کنن و ساختارها رو خراب نکنن، برعکس دنبال این هستن که اون ساختارهای استبداد رو مطابق خودشون بازسازی کنن. جامعه است که تصمیم میگیر از کدوم از این دوتا نیرو چجوری حمایت کنه. در انقلاب در هند جناح گاندی که وفادار بود به خواستای انقلاب نه امکان نداد که انقلاب به ضد انقلاب برگرده. در آمریکا همینطور، در انقلاب آمریکا برای استقلالش. در فرانسه آقای روبسپیر اومد به نام آزادی، به نام آزادی، آقای خمینی به نام اسلام عزیز کرد، او به نام آزادی استبداد درست کرد، قدرت رو گرفت، مخالفین رو شروع کرد با گیوتین سر زدن. روزی هم که پشیمون شد و دید که این چیکار داره میکنه، اون کناری ها بهش گفتن که ما با تو اومدیم برای اینکه قدرت رو بگیریم، با ما هستی یا نه؟ گفت نه. اونم سر اونم زدن. 130 سال، حدود 130 سال فرانسه وارد بدترین استبدادها شد، کشتار، قتل عام، دو بار سلطنت برگشت، ولی خب ملتی که انقلاب کرده بود نمیتونست اون فرد ده تا نگه داره. آقای ناپلئون پیدا شد، جمهوری خواه بود، یه دفعه شد بوناپارت، شد خودشون امپراتور نام. با این همه شعله انقلاب فرانسه خاموش نشد. بعد از 130 سال حدوداً جمهوری سوم به وجود اومد و فرانسه وارد دموکراسی شد. میخوام بگم که این دوتا جناح توی ایران هم بودن، ما هستیم که از الان باید خواستامون شفاف باشه و وفادار به اون خواستا بمونیم و خودون پاسدار اون خواستا بشناسیم و کنار هم اون خواستا رو بس پاس بدن. اگه این تجربه هاییست که میخواستم بهتون بگم، چیزهاییست که در گذشته جاهای دیگه اتفاق افتاده و جمله میشه گفت بین چیزایی که در فرانسه اتفاق افتاده و در ایران اتفاق افتاده شباهت ها خیلی زیاده. ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. خب دوستان عزیز، من ضمن سپاسگزاری از تمام شما عزیزان و مهمانان گرامی که در این جلسه حضور داشتین، جلسه را در ساعت 25 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در 8 فوریه 2023 به اتمام میرسونم. فقط اینجا باید یه تشکری هم داشته باشم از دست‌اندرکاران این برنامه. من سمانی بیرجندی هستم، مسئول جلسه در خدمتشون بودم. همکاران ما در ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری و سرکار خانم سرور قلی‌پور سامانی هستند و همچنین ادمین ها
آقای حسن حمزه‌زاده و جناب آقای سعید پورمن هستن. شما رو تا دیدار آینده به خدای مهربان می سپارم و روز و شب بر شما خوش.